بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان و بزرگواران و میهمان گرامی این برنامه جناب دکتر سعید محمد از قرارگاه ایران قوی با برنامه دیدگاه در خدمتتون هستیم کاری از بچه‌های بسیج دانشجویی تهران بزرگ در این برنامه انشالله در خدمت آقای دکتر یا به قول بچه‌ها سردار سعید محمد هستیم گفتگوی دانشجویی هست آقای دکتر و طی این برنامه‌ای که دیدگاه نام گرفته دانشجویان بسیجی دنبال دیدگاه‌های کاندیداها و نامزدها هستند و امیدواریم که انشالله این صحبت و این گفتگو منجر بشه به شناخت اصله من زیاد اطاله کلام نمی کنم برنامه به این صورت هستش که انشالله 10 دقیقه ابتدایی در خدمت شما هستیم معرفی خودتون و اینکه چی شده که وارد فضای انتخابات شدید و خودتون رو برای ریاست جمهوری نامزد کردید و انشالله بعد از اون در خدمت دوستانمون از بسیج دانشجویی هستیم در زمینه های مختلف که انشالله معرفی خواهم کرد بفرمایید المؤمنین صاحب این ماه و حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات و رحمت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد خب عرض سلام و احترام دارم خدمت خواهران محترمه و همینطور برادران عزیز حاضر در جلسه تشکر و قدردانی میکنم از جلسه‌ای که ترتیب داده شد و ما رو دعوت کردید در جمع خودتون خیلی خوشحال هستم از اینکه در خدمتتون هستیم فکر میکنم که همه شما عزیزان و بزرگواران دغدغه انقلاب رو دارید و این پیگیری‌هایی که دارید میکنید برنامه‌هایی که تدارک میبینید به دنبال این هستید که انشالله اثرگذار باشید در گام دوم انقلاب و انشالله بتونید نقش‌آفرینی بکنید که این خود یک امر مقدسی از نظر من محسوب میشه و آرزوی توفیق برای شما دارم و اما راجع به این که فرمودید یه چند دقیقه ابتدا در نظراتم رو در خصوص ورود در بحث انتخابات عرض بکنم من بحث ورود به انتخابات و اصلا حکمرانی اسلامی رو به لحاظ اعتقادی بهش نگاه میکنم چون که اگر همتون یه رجوعی بکنید و برگردیم به قیام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد می‌بینید که همه انبیا و در نهایت ختم رسول به دنبال این بودن که حکمرانی دینی رو در جوامع خودشون توسعه بدن چرا که دینداری و خداباوری بدونه داشتن ابزار و سازوکار حکمرانی هیچ وقت نمیتونه با ثبات باشه و پایدار باشه و به همین منظور هم حضرت رسول و هم اهل بیت مشکلات زیادی رو متحمل شدن مصائب زیادی رو متحمل شدن تا بتونن این حکمرانی رو ساری و جاری بکنن و ما در ادامه همون بعد از 1400 سال شاهد انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه بودیم و مبنای انقلاب امام هم دقیقاً همین موضوع بود و اصل مطلقه ولایت فقیه را حضرت امام تبیین فرمودند و از زعم ما تنها راهی که امکان برقراری حکومت دینی در امتداد انقلاب حضرت رسول بتونه محقق بشه این هستش که ما همه تلاشمون رو بکنیم و بتوانیم این حکمرانی رو با طعم و ذائقه اسلامی ناب بتونیم محقق بکنیم و همه تلاش ها و زحماتی که طی 40 سال اول انقلاب کشیده شد شهدایی که تقدیم کردیم چه در دوران انقلاب چه در دوران جنگ تحمیلی و بعد از اون همه منجر شد به ثبات این انقلاب پرشکوه منتها بعد از 40 سال خب مقام معظم رهبری یک آسیب شناسی کردن
یک مطالبی رو در قالب بیانیه گام دوم مطرح فرمودن و من فکر میکنم به دلیل اهمیت موضوع ایشون در قالب بیانیه مطرح کردن، کما اینکه خب میشد در قالب یک سخنرانی مطرح کنه، اهمیت رو میخواستن برسونن و بگن این یک درجه مأموریتی هست به نسل جدید انقلاب که طبق این دستورالعمل باید حرکت بکنه و نواقص و کمبودهای فعلی رو برطرف بکنه. خب از صحبت‌های ایشون در همین بیانیه ما متوجه این میشیم که رضایت ندارن نسبت به اون چیزی که باید میشد، ارزش‌هایی که شعارش رو دادیم در ابتدای انقلاب و الان وقتی قیاس میکنیم، علارغم این که توفیقات خیلی زیادی رو انقلاب به دست آورده و نباید خدای نکرده سیاه نمایی بکنیم، اما تا ایدئال خیلی فاصله داریم و همیشه باید سعی کنیم به اون ایدئالمون برسیم. ایشون بحث دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی رو مطرح کردن و به عنوان مأموریت در این دستورالعمل در دسترس ماها قرار دادن. خب ما هم به دنبال مصداق بودیم که به چه صورت میشه این بیانیه اجرایی بشه و به دنبال افرادی بودیم که بتوانند اون تغییر نسل مدیریتی رو رقم بزنن. منتها خب عزیزان همه شاهد هستن دیگه، تغییر نسل مدیریتی خیلی سخت هست، مخصوصا از طرف نسل اول انقلاب، چون شدیداً و عمیقاً همه احساس تکلیف میکنن و احساسشون این هستش که اگر خودشون در صحنه نباشن انقلاب آسیب می‌بینه و کارها به درستی شاید انجام نشه و به دلیل این احساس تکلیف شاید صحنه رو ترک نکنن. منتها مقام معظم رهبری این رو خواستند، به نظر من از نسل‌های بعدی خواستند که این اتفاق رقم بخوره و نسل‌های جدید باید بدونن که کسی جلوی پای اونها فرش قرمز پهن نخواهد کرد و اگر قرار باشه که تغییر نسل مدیریتی اتفاق بیفته، این باید با یک مجاهدتی اتفاق بیفته و خودش یک نوع تحول هست و هر تحول و هر تغییری هم مقاومت‌هایی داره و مشکلاتی سر راهش هست. ما به دنبال ظرفیت جدید بودیم و خیلی هم منتظر موندیم ببینیم مصادیقی خودشون رو عرضه بکنن. خیلی هم اتفاقا صبر کردیم و سراغ خیلی هم رفتیم که بتونیم این موضوع رو محقق بکنیم. نهایتا دیدم زمان داره از دست میره و لازم هست که این ظرفیت سازی اتفاق بیفته. با توجه به سوابق و تجاربی که بود وارد این عرصه شدیم. خب 40 سال از انقلاب میگذره، 42 سال از انقلاب میگذره، عموما تفکراتی که حاکم بوده بر کشور عزیز ما غیر از دوره‌های کوتاهی، عموماً یک تفکر لیبرالی یا نئولیبرالی بر کشور حاکم بوده و امورات اجرایی کشور در دست افراد خاصی می‌چرخیده. این افراد به صورت سینوسی وارد دولت‌ها می‌شدند و بعد خارج می‌شدند در بخش خصوصی، دو مرتبه در دولت‌های بعدی وارد می‌شدند و خود این هم مفاسد زیادی رو ایجاد کرده. و به علاوه این که اون تفکر متاسفانه میشه گفتش که بعد از جنگ تحمیلی کلن حاکم بر کشور بوده، عرض میکنم غیر از یک دوره کوتاه شاید بشه گفت 5-6 سال بقیهش این تفکر حاکم بوده و امروز وضعیت کشور و حال مردم کشور خوب نیست و بدیش هم اینه که همه اینها به اسم اسلام هست. یعنی شما امروز با مردم کوچه و بازار که صحبت میکنید میگن که این حاصل تفکری بوده که انقلاب اسلامی یا دولت اسلامی، حکومت اسلامی و پسوند اسلامی هم چون به همه چی چسبیده این شبهه رو ایجاد کرده برای مردم. ما اتفاقا اومدیم به مردم عرض بکنیم که تمام مشکلات کشور ناشی از تفکرات لیبرالی و نئولیبرالی هست، نه تفکر اسلامی. تفکر اسلامی اگر حاکم بود به این صورت عمل نمیشد. باید از اسلام دفاع کنیم، اسلام مظلوم واقع شده. شعارهای اصیل انقلاب و اسلام که همون
ارزش‌های والای دینی ما هست، همون عدالت محوری ما هست، اخلاق مداری ما هست، اینها همه مظلوم واقع شده و در پرتو آقایون لیبرال اینها متاسفانه گم شده. ما باید اون رو محقق بکنیم و مجدداً احیا بکنیم. ولی خب واقعا مردم هم توانشون خیلی تاق شده و باید سعی بشه که انشالله اول در مرحله و گام اول بتوانیم کسانی رو که در گفتمان و منظومه فکری مقام معظم رهبری که همون تفکر اسلام ناب هست، اونها بتوانند فرمان رو در دستشون بگیرن و بعد هم همه با هم کمک بکنیم که این اعتقادات و تفکرات در قالب دولت اسلامی بتوانیم محقق بکنیم. و این هم تنها راه هست، یعنی راه دومی جلوی پای کشور وجود نداره. یه شاید شعار تغییر بدن و بگن باید همه چی عوض بشود، خیلی اگر هم قرار هست اصلاحاتی انجام بشود که واقعا لازم هست انجام بشود، باید در چارچوب گفتمان انقلاب این اتفاق بیفته و اصلاحات که واقعا لازم هست باید در این گفتمان و در این چارچوب اتفاق بیفته. بر همین اساس بوده که حقیر در این عرصه ورود پیدا کردم. این ظرفیت سازی رو کردیم، به نوعی تکلیف خودمون رو عمل کردیم. حالا از این ظرفیت استفاده بشود یا نشود، اون دیگه به مردم برمیگرده. این حالا فکر می‌کنم به عنوان بخش اول من خدمتتون عرایضی رو تشکر می‌کنم. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. ما حقیقتش آقای دکتر در 5 بخش و در 5 حیطه انشالله دوستان دانشجومون سوالاتشون رو مطرح میکنن. در قسمت اول در حیطه معیشت و مسائل اقتصادی کشور در خدمت آقای یاسین جوادی دانشجوی سال آخر کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید بهشتی هستیم. در این قسمت معیشت انشالله حد اکثر و با توضیحات آقای دکتر 20 دقیقه انشالله در خدمتتون هستیم. سلام عرض ادب آقای دکتر. یکی از مشکلاتی که ما تو این چند ساله باهاش مواجه هستیم رشد نقدینگی، علل خصوص تو این 8 سال این رشد نقدینگی واقعا بی حساب کتاب و افسار گسیخته بوده و تبدیل شده به یک نقدینگی زیاد سرگردان که به هر سمتی رفته جز ویرانه چیزی نذاشته. مردم ما خاطراتی تلخی از بازار ارز و سکه و خودرو و مسکن دارن که یکی از دلایل اون به هم ریختگی این بازارها و از بین رفتنشون همین حمله این نقدینگی زیاد به اون به سمت این بازار هاست و اگر کنترل نشه معلوم نیست دیگه میخواد چه بازارهایی از بین ببره. از طرفی ما با یک دولتی طرف هستیم که به شدت کمبود نقدینگی داره برای سرمایه گذاری در بحث تولید و زیرساختهاش و متاسفانه این دولت نه تنها این نقدینگی رو نداره بلکه تو هزینه‌های جاریش مونده. الان دولت بعضن تو خرید تضمینی‌هاش مثل خرید تضمینی آب و محصولات کشاورزیش مونده و خب شعار هم سالهای متمادیه که شعار حول محور تولید میچرخه. میخوام ببینم راه حل دیگه‌ای غیر از این که ما این نقدینگی رو به سمت تولید ببریم نداریم. خب یکی از کانال‌های هدایت نقدینگی بازار بورس بود که متاسفانه وقتی مردم ما اسم این رو میشنوند واقعا خاطرات خوشی ندارن از این قضیه و الان یک چالشی که چجوری این نقدینگی رو ما به سمت تولید حرکت بدیم که باعث تولید ارزش افزوده بشه و وضعیت مردم بهتر بشه و معیشتشون سامان پیدا کنه. میخواستم ببینم راه حل شما تو این حوزه چیه؟ خب ما الان متاسفانه در حوزه تولید با یک بازار پر ریسک و ناامن مواجهیم. میخواستم ببینم برنامه‌تون چیه که این ناامنی رو کم کنید، این نقدینگی رو هدایت کنید؟ آیا برنامه دیگه‌ای دارید یا اصلا معتقدید این نقدینگی نباید سمت تولید بیاد؟ بله خیلی ممنون. یکی از خب موضوعات اصلی و روز هستش. من یه چند جمله خدمتتون عرض بکنم. البته کامل بخوام موضوع رو باز بکنم فکر کنم زمان زیاد ببره، ولی احتمال میدم شاید تو سوالات بعدی هم بتونیم بیشتر راجع به این موضوع من صحبت کنم. الان کلیات این موضوع رو عرض میکنم، بعد اگر جزئیاتش لازم شد خدمتتون هست. همونطور که فرمودید نقدینگی آسیب جدی داره میزنه به اقتصاد کشور، به طوری که سال 92 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور بود، الان بعد از 8 سال 3400 هزار میلیارد تومان هست که تقریبا 6.5 برابر شده
و این نقدینگی سرگردان یک بخشیش هم به دلیل خلق پول توسط بانک‌ها هست و امروز به جای اینکه پول بخواد چاپ بشه توسط بانک مرکزی، خود بانک‌ها همشون این قدرت رو دارن بر اساس خدمات بانکی که دارن میدن پشت گیشه کارپرداز یک شاسی رو بزنه و خلق پول اتفاق بیفته و رشد بی‌رویه خلق پول باعث همین تورم و نقد افزایش افسارگسیخته نقدینگی شده. و سیاست‌هایی هم که دولت اتخاذ کرده که خیلی هاشو میندازن گردن تحریم، ولی واقعیت موضوع این هستش که بخش عمده‌ای از اونها سیاست‌های غلط و اشتباهی بوده که دولت اتخاذ کرده و موجب بحران‌های جدیدی شده، مثل قضیه‌ای که در عرضه ارز و سکه در دولت اتفاق افتاد. ما چگونه باید این نقدینگی رو مهار و کنترل بکنیم؟ دنیا چه کار میکنه؟ آیا ما تنها کشوری هستیم که اینقدر سردرگم داریم برخورد میکنیم با این موضوعات؟ نگاه کنید، الان یه موضوعی که من در حکمرانی انشالله میخوایم به صورت جدی ازش استفاده بکنیم، خصوصا در حوزه اقتصادی، بحث هوشمندسازی حکمرانی هست. شما اگر بیایید 42 سال گذشته انقلاب رو و سیاست‌های پولی و ارزی و بانکی رو همه رو کنار هم بگذارید و این رو به عنوان یک سیستم خبره بیایید آموزش بدید و بگید این اتفاقات افتاد، این چارچوب‌ها بود، ما این تصمیم‌ها رو گرفتیم، این خروجی‌ها رو گرفتیم، نتیجه این شده که طی 42 سال گذشته وضعیت ارزمون از 7 تا 1 تومانی تبدیل شده به 20 خورده هزار میلیارد 20 هزار تومان 20 خورده هزار تومان و وضعیت تورم به این صورت شده، جی دی پی مون به این صورت شده، شاخص‌های اقتصادی رو بگذارید. خب این سیستم آموزش پیدا می‌کنه و شما اگر شرایط جدیدی رو بخواید تجربه کنید با حکمرانی هوشمند میتونید تشخیص بدید که این تصمیمی که بنده امروز میخوام بگیرم تبعاتش در دولت من چه خواهد بود، تبعاتش برای مردم من چه خواهد بود. با این حکمرانی هوشمند شما میتوانستید مدل بکنید ببینید که یه عرضه سکه به صلاح هست یا نیست، عرضه ارز به صلاح هست یا نیست. ما چرا میخوایم مسائل پیچیده یک معادله و چندین مجهول رو میخوایم بیایم توسط ذهن یک فرد حل بکنیم؟ خب دیدید دیگه، گفتن که حتی بانک مرکزی خودشو تبرئه کرد، گفت آقای رئیس جمهور دستور دادن ما این کارو کردیم. و یک فرد واقعا چقدر ذهنش فعال هستش که بتواند تمامی این مسائل رو کنار هم بگذاره و تصمیم گیری بکنه؟ نگاه کنید، این حکمرانی هوشمند که من عرض میکنم و ما توش خیلی عقبیم. دنیا به سمت این حرکت کرده. الان آمریکا و چین و روسیه سه تا از کشورهایی هستن که بیشترین هزینه رو دارن میکنن برای هوشمندسازی و حکمرانی، نه فقط در عرصه اقتصادی. شما در عرصه کشاورزیتون، در عرصه صنعتتون، در بحث ترانزیتتون، در همه حوزه ها میتوانید تجربیات تلخ گذشته رو تبدیل بکنید به یک سری اعداد، ارقام، فرمول ها و از اونها استفاده کنید برای حکمرانی. منتها خب خیلی ها شاید من الان حرفو میزنم بگن یا داره فانتزی صحبت میکنه و از اینا چیه؟ اینا میخوان اینجوری مملکت رو اداره بکنن یا متلکی هم به ما بندازن. ولی واقعیتش اینه که ما این رو در بعضی از عرصه‌ها که حالا من معذورم نام ببرم چون در بخش نظامی ما اینها رو داشتیم، در بعضی از عرصه‌ها اینا رو پیاده کردیم و به جنبندی رسیدیم، به خروجی رسیدیم و چه جوابای خوبی هم گرفتیم و میشود اینها رو مدل کرد، استفاده کرد. این یک، این رو می‌خواستم عرض کنم از افراد. اینی که بگید یه نفر سوپرمن هست اومده میخواد همه مسائل رو با هم حل کنه، اینجور نیستش و حتما باید کل تجربیات گذشته رو ما بیاریم تو این فضا استفاده بکنیم. براش برنامه‌ریزی کردیم، بانک‌های اطلاعاتی لازم داریم، اطلاعات آماری نیاز داریم و این رو میشود ظرف یک سال و نیم، دو سال ما در عرصه‌های مهم حتما پیاده سازی بکنیم. و اما راجع به این که چه باید کرد، درست فرمودید. نگاه کنید، این نقدینگی اومده رفته سمت بازارهای کاذب، سمت خودرو، مسکن و تمام این کالاها رو از کالای مصرفی تبدیل کرده به کالاهای سرمایه‌ای. یعنی امروز یه نفر میخواد پولش افت نکنه میره مسکن میخره. این اشتباهه. کسی باید برای برود از این مسکن استفاده بکند باید بره مسکن بخره، نه اینکه بره مسکن بخره بندازه به عنوان یه کالای سرمایه‌ای که دو سال بعد قیمتش بره بالا.
امروز در تهران بیش از 10,000 واحد مسکونی مال یک نفر هست فقط. یعنی چی؟ یعنی طرف اومده کل پولشو بلوکه کرده اونجا. خب این آقا هم نمیشه بهش خورده گرفت. بعضی ها مثلا میگن آقا اینا فلانن بگیرید پدرشونو در بیارید. نه، این آقا در هر حال یه پولی جمع کرده، درست یا غلط. اون موقعی که داشته جمع میکرده باید کنترل میشده، نشده، ولی در هر حال مالک این پوله. ما بخوایم ایشون رو بیاریم در فضای تولیدی قرار بدیم، دقیقا مثل یه بچه میمونه. مثلا فرض بکنید یه چاقو دستش گرفته، شما احساس خطر میکنید، یه پفکی باید بدید دستش تا این چاقو رو ازش بگیرید. اگه بگه چاقو رو بده، این بچه فرار میکنه، در میره میزنه خودش هم ناقص میشه. خواهی میکنم ببخشید آقای دکتر، راستش بخواید این حرفا رو بعضا همین لیبرال ها و نو ریبل ها هم قبول دارن و میزنن. بس اینه که بعد چیکار کنیم. همین حوزه مسکن که فرمودید، بله نظرات متفاوتی هست، ولی خب الان عملا وزارت مسکن وایسه داره نگاه میکنه. خب ما الان تابستون دولت جدید میخواد بیاد، میخواد چیکار کنه؟ خب یعنی همون صحبت های قبلی رو من اگر اجازه بدید اول یه کل موضوع رو عرض بکنم، بعد مسکن رو اگر به صورت ویژه خواستید باز کنم. نکنید من حالا عرضم این بود، ما کالاهای سرمایه‌ای که به صورت کاذب شدن کالای سرمایه، اینا رو باید از رده خارج کنیم. یعنی الان سکه کالای سرمایه‌ایه، ارز کالای سرمایه‌ایه، مسکن کالای سرمایه‌ای شده، خودرو کالای سرمایه‌ای شده، و خدمتتون عرض بشه اینا رو ما باید از حالت سرمایه خارج کنیم. چه کنیم؟ دنیا این کارهای کرده یا نکرده، سابقهش بوده یا نبوده. خب شما کشورهای دیگر رو برید ببینید چه قوانین مالیاتی وضع کردن و چگونه اومدن بازارهای کاذبشون رو ناامن کردن. یعنی طرف دیگه اصلا میترسه پولشو در اون بازار نگه داره. ما دو تا حرکت باید بکنیم، یک بازارهای کاذب رو ناامن بکنیم، از این وضعیت خارج شه. شما میبینید دیگه مالیات فقط مال تولید کننده هست و قشر کارمند و کارگر حقوق بگیر. این باید کلن عوض بشه، باید مالیات بره به سمت این بازارهای کاذب و سرمایه‌دار احساس ناامنی بکنه که پولش در اونجا هست. و بعد همزمان با این شما باید بیای فضای سرمایه گذاری در بخش تولید رو در بورس باید ایجاد بکنی، که بورسمون هم الحمدلله ترکوندن. منتها بورس رو چگونه باید احیا بکنیم احتمالاً جزو سوالاتتون هست، من میذارم بعداً توضیح میدم. فقط اینو میخواستم عرض کنم، مدل ما این هست، باید بانکداری برگرده به سر تخصص و وظیفه و مأموریت اصلی خودش، و ما باید سود سپرده ها رو آهسته آهسته کاهش بدیم. نه الان شما کاهش بدی این پول بیاد بیرون کجا بره؟ دوباره میره به سمت بازارهای کاذب. ما باید همزمان فضای تولید و سرمایه گذاری رو در بورس ایجاد بکنیم، شرکت های سهامی عام رو بتونیم در اونجا ایجاد بکنیم. براش هم ما تدابیر خاص من دارم، چون خودمون واقعا خیلی این درون در زدیم، پیگیری کردیم زمانی که قرارگاه بودم ما بتوانیم از بازار بورس و فرابورس استفاده بکنیم، محقق نشد به دلیل یک سری مشکلات که اینا باید حل شد. و البته اون اعتماد و مسائل بورس هم عرض کردم، جداگانه خدمتتون عرض میکنم. فضای تولید رو ما در بورس ایجاد بکنیم، همزمان سود سپرده ها رو کاهش بدیم، همزمان با قوانین مالیاتی شدید بتوانیم بازارهای کاذب رو ناامن بکنیم. این پول اتومات سوق پیدا میکنه و کوچ میکنه میاد سمت بازار تولید. این حالا برنامه‌ای هست که به صورت کلی ما داریم. اگر حالا جزئیاتشو خواستید من رو هر موردی میتونم خدمتتون عرض کنم، مسکن، خودرو، هر کدوم بفرمایید من خدمتتون هستم. یک بحثی که در مورد بورس مطرحه، خب الان واقعا مردم دیگه به بورس اعتماد ندارن و معلومم نیست، حالا نمیدونم چه تدبیری میخواد اندیشیده بشه که این اعتماد برگرده. و دوم اینکه خب چه تضمینی وجود داره دوباره همچین بلایی سر بورس نیاد. این یک بحث. یه بحث دوم این که ما الان یک سرمایه عظیم منجمد در بانک ها داریم و خب بانک ها هم الان یک قشری هستن که واقعا زور دولت و بعضا حاکمیت بهشون نمیرسه و دارن یک تازی میکنن. اینو میخوایم چیکار کنیم؟ یعنی واقعا برنامه عملیاتی چیه که بتونیم این قدرت رو کم کنیم، اون سرمایه منجمدی که الان اونجا گیر کرده رو حالا به سمت تولید بیاریم؟ میخواستم ببینم هم بورس رو توضیح بدید که دقیقا میخواید چیکار کنید، و میخوام ببینم کنار بورس هم راه حل دیگه ای وجود داره یا صرفا بورس هست. فقط زمانم رو عرض کنم، 7 دقیقه دیگه در بحث معیشت فرصت. بفرمایید وقتشو بیشتر کن آقا، معیشت مهمه.
اگه کوتاهی سوال دیگه هم من مونده که اگر به نظرم تخصصی تر صحبت بشه به نظرم بهتر باشه، چون حرفای کلی رو شاید مخاطب ما جاهای دیگه بشنوه. دوست داریم اینجا تو فضای دانشجویی حرفای مقدار حالا هم تخصصی تر هم جزئیات رو بیشتر بشنوه. بله، راجع به بورس واقعا یکی از نیازهای اصلی دولت آینده است، چون ما نمیخوایم از خارج از مرزها تأمین منابع مالی کنیم برای پیشرفت کشور. البته سرمایه گذاری خارجی رو ما میپسندیم، چون سرمایه گذاری به نوعی امنیت کشور هم افزایش میده، ولی استفاده از اعتباراتی مثل فاینانس و استقراض بانکی که موجب میشه هم تراز مالی کشور منفی بشه و هم حجم زیادی کالاهای خارجی سرازیر بشه به سمت کشور ما، این پسندیده نیست و عموما هم شما نگاه کنید همیشه رفتن به سمت فاینانس و این استقراض. حالا اگر نخواهیم از این فضا استفاده بکنیم و سرمایه گذاری هم که امروز با وضعیت موجود ما قابلیت انجام نداره، الزاماً باید با نگاه به داخل ما این کار رو بکنیم. نگاه به داخل یکی از بخشاش همین بورس هست. بورسی که امروز بیش از 55 میلیون نفر درش هستند و عموماً هم سرخورده شدن و عموماً هم قشر ضعیف هستند، یعنی نفراتی که به صورت شاید بشه گفت طی یک فراخوان فریب که سال گذشته داده شد و مردم رو جذب کرد به سمت بورس و بعد هم اون افراد خاص خارج شدن در زمان اوجش و مردم موندند و یک شرایط بسیار نابسامان و هیچ کس هم امروز پاسخگو نیست. ناکنید چند تا کار باید همزمان کرد. یک، برخورد با کسانی که این خدمتون عرض بشه که سناریو رو طراحی کردن و تعدادشون هم زیاد نیست، قابلیت رصد و کنترل هم هست، برخورد قضایی با اینها اعتماد سازی میکنه برای آینده و من نمیدونم چرا این اتفاق نمیفته، چون واقعا عدد بزرگی از جیب مردم خارج شد، در روز روشن دست در جیب مردم کردن و جیب مردم رو زدن. طرف میره مثلا کوچکترین چیزی دزدی میکنه میگیرن پدرش هم در میارن، ولی اینجوری در روز روشن جیب همه ملت رو زدن، هیچ کس هم پاسخگو نیست. ما برای اینکه اعتماد برگرده، یک، برخورد قضایی، دو، پوشش های بیمه ای به سهامداران، تشکیل کانون برای حمایت از سهامداران خرد. سهامداران خرد شاید هولوش 4.5 میلیون نفر باشند که زیر 10 میلیون تومان سرمایه آوردن. جمع کردن سهام اینها در شرایط فعلی میتونه خیلی به اینها کمک کنه، چون اکثرا مستأصل هستن. یکی این موضوع هست که من روش برنامه‌ریزی کردم و اون پوشش ریسک اینها و اون چتر حمایتی بیمه هم کلن میتواند برای همه، نه فقط سهامداران خرد، امنیت ایجاد کنه برای آینده. یکی این که ما انشالله باید سعی بکنیم فضایی رو ایجاد بکنیم که هم ایرانیان مقیم خارج از کشور که سرمایه های خوبی رو دارن، اینها رو بتونیم جذب بکنیم به بورس کشور و حتی باید شرایطی رو ایجاد بکنیم که کشورهای خارجی هم بتوانند بیان در بورس ایران سرمایه گذاری بکنن. خب این یک الزاماتی داره، مثلا اسناد و مدارک بورس ما عموما شما اگر دقت بفرمایید اینها قابلیت اتکای بین المللی نداره، باید این اسناد تبدیل بشه به یک سری اسناد و داکیومنت های بین المللی. به اضافه این که ما نباید از بورس بخوایم که فقط در بازار ثانویه این چرخش اتفاق بیفته و درآمدزایی بشه. بورسی پایدار هستش که شما بتوانید بازار اولیه‌اش رو فعال بکنید. بازار اولیه بورس چگونه فعال میشه؟ دولت باید پروژه‌های سودآورش رو، نه پروژه‌های مسئله دارش رو، پروژه‌های سودآورش رو بیاره در فرابورس عرضه بکنه در قالب صندوق‌های پروژه و مردم بیان پذیره نویسی بشن و بخرن و بعد هم بعد از تکمیل تبدیل به شرکت‌های سهامی عام بشه و اینها بره توی بازار ثانویه قرار بگیره. ما خودمون در یک مدل کوچکتر در مجموعه قرارگاه این کارو کردیم و خیلی از پروژه‌هامون رو مثل همین آزادراه قدیر که اخیراً افتتاح شد 70% سرمایه‌گذاری کردیم، بخشیش رو از طریق بازار سرمایه و از طریق فروش اوراق منفعت، منفعت آتی یعنی همین عوارضی که میگیریم رو به مردم فروختیم و هم سود خوبی برای مردم داشت. ظرف 16 دقیقه هم کل مبلغی که میخواستیم مردم خریداری کردن، اتفاقا بعد از افت بورس این اتفاق افتاد، نه در زمان اوج بورس. پس اینها روش هایی هستش که ما میتونیم اعتماد رو ایجاد کنیم، مردم رو برگردونیم. این انحصاری که در بورس هست باید بشکنه. شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های کارگزاری خاصی به صورت انحصاری دارن فعالیت می‌کنن. برای شکستن این فضا باید ما حتما این انحصار رو حذف بکنیم و هر کسی که اگه خواست تو این عرصه ورود کنه صاحب صلاحیت بود بتونه این کار رو انجام بده.
از تجربیات سایر کشورها باید استفاده کرد. الان یکی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اومده تمام دارایی‌های دولتیش رو گذاشته برای سرمایه‌گذاری در بورس به عنوان تضامین. یعنی کسی خودش نمیخواد تضمین بیاره. منی که مثلا می‌خواستم پتروپالایشگاه مهر خلیج فارس رو برم در فرابورس اونجا مطرح بکنم بتونم پول جمع کنم، به من گفتن برابر پولی که می‌خوای بگیری باید ضمانت‌نامه بیاری. اگه من این پولو داشتم که اصلا از مردم نمی‌مدن پول جمع کنم. پس نگاه کنه چارچوبا و قوانین الان به گونه‌ای هست که سرمایه‌دار رو فراری می‌کنه. ما اینها رو باید از تجربیات دیگران استفاده بکنیم. همون کشوری که عرض کردم حتی نیروگاه‌هاش و اتوبان‌هاش و همه امکاناتش رو آورده گذاشته در تضمین سرمایه‌دار که بیاد سرمایه‌گذاری بکنه. یک همچین روش‌هایی هم اتخاذ بشه، من فکر می‌کنم طی مدت کوتاهی ما بتونیم اعتماد رو برگردونیم، بورس رو احیا بکنیم و از این ابزار برای رشد و توسعه کشور انشالله استفاده. متشکرم. 2 دقیقه فرصت داریم. من فقط چون یک سوالی مطرح شد نمیدونم به سرانجام نرسید، بحث نظام توزیع و بحث کشاورزی رو سوال کردن. حالا نمیدونم اگر امکانش باشه سوال کشاورزی از من نکردن. نظام توزیع میخواهید کوتاه مطرح کنم؟ بفرمایید. ما یکی از مشکلات دیگه که مستقیم با معیشت مردم رابطه داره نظام تامین و توزیعه که ما الان میبینیم که واقعا هیچ مدیریتی درستی بالا سرش نیست. مردم الان تو انواع و اقسام صفها وای میستن، دیگه از مرغ و گوشت و نمیدونم پس فردا دیگه معلوم نیست صفه چی باید وایستیم. خب و خب این وضعیت رو الان نه وزارت سمت قبول میکنه مسئولیتش رو، نه وزارت جهاد، یه دعوای زرگری هم این وسط هست. بعضا هم پیشنهاد میدن یه وزارتخانه دیگه تولید کنیم و واقعا این وضعیت واقعا قابل قبول نیست و خب مشخصا مشکل مدیریتیه. و یه جا میگن کمبود داریم ارز 4200، باز داریم تخصیص میدیم، این هاست وضع قیمت. میخواستم ببینم مشکل اصلی رو کجا میبینید و خب راه حل چیه؟ یعنی واقعا معتقدید در ارز 4200 یا صرفا مدیریت اصلاح بشه، ارز تک نرخی بیاد، چه اتفاقی میفته؟ بله، مشکل اصلی همینه که شما فرمودید، مدیریت جزیره‌ای. یعنی که خدمتتون عرض بشه که امروز ما شاهد این هستیم که تک تک دستگاه اجرایی، من نمیگم آدم‌های بدی هم هستن، نه، بندگان خدا میخوان خدمت کنن، ولی اینها فقط جزیره خودشون رو میبینن و این جزیره خودشون رو میخوان خوب هدایت بکنن. حالا بعضیاشون موفقن، بعضیاشون هم موفق نیستن، ولی مشکل کشور اینجوری حل نمیشه. ما نیاز به یه تیم ورک داریم که اعضای مثلا بخش اقتصادی همشون با هم دیگه بتونن اولویت‌های کشور رو شناسایی بکنن و هر کس در جهت اون تو پازل خودش بتونه حرکت بکنه. چیزی که الان در کشور ما وجود نداره این تیکش هست. یعنی اون مدیریتی که بشینه بالا سر مجموعه ای از وزارتخانه‌هایی که یک کار مشترکی رو میخوان انجام بدن، همین موضوع توزیع یا تولید رو شما فرمودید، مثلا وزارت بخش اقتصادی ما سازمان برنامه هستش، بانک مرکزی هستش، وزارت اقتصاد هست، وزارت سمت هست، وزارت نفت هستش، اینها رو کسی بشینه بالا سرشون و با هم هماهنگ کنه. عمده انرژی کشور و این مشکلاتی که ما امروز داریم ناشی از تداخل کاری اینها بین همدیگه و خونسا کردن انرژی اینا هست. ما توزیع رو و تولید رو در بخش کشاورزی، چون واقعا ما امروز امنیت غذایی نداریم، شما دیدید بحث گوشت و بحث مرغ و در همه حوزه‌ها دیدید امنیت غذایی در کشور نیست. برای اینکه امنیت غذایی در کشور برقرار بشه، اولا باید ما یک شناسایی خوبی از ظرفیت‌ها داشته باشیم. امروز در وزارت جهاد کشاورزی از هر کس سوال کنید که امسال قراره که در کدام استان‌ها چقدر مثلا فلان محصول کشت بشه و تولید داشته باشید، کسی آمار دقیق نداره. الگوی کشت استان‌ها باید چی باشه و آیا با کشاورزا ارتباط دارید یا ندارید؟ هیچ کس اطلاعات دقیقی نداره. همینجور باری به هر جهت کار داره میره جلو. خیلی از چیزایی هم که توی مقطعی خودکفا شدیم مثل گندم، امروز باز دوباره برگشتیم به عقب. اینی که ما بتوانیم کشاورزها رو توانمند بکنیم، اینی که بتوانیم براشون برنامه ریزی بکنیم، کشتشون رو براشون مشخص بکنیم، اگر قرار خدماتی به کشاورز داده بشه به کشاورزانی خدمات بدیم که تو این قواره با ما بازی کنن و ما برای این برنامه داریم. یکی از موضوعاتی که انشالله دولت آینده پیگیری خواهیم کرد بحث کاداست هست. کاداست اراضی کشاورزی باعث این میشه که تمامی اراضی کشاورزی کدبندی بشه و بعد شما هر گونه خدماتی اهم از کود فسفات و بذر رو هر چی میخواید به اینها بدید، اینها بعد با اون برگشون بیان شما بدانید اینا مالک هستن، کجا هستن و همونجا با اینا ببندید که چه چیزی باید کشت بکنن، چقدر باید میخوان تولید بکنن
و این بیا تحت یک بیگ دیتای قرار بگیره و شما بتوانید یک جامعه آماری خوبی داشته باشید. این حکرانی خدمتتون عرض بشه که بر اساس مبتنی بر آمار و اطلاعات و دیتا رو بتونید انجام بدید. و بعد هم بحث توانمندسازی هست که ما برای توانمندسازی قشر کشاورز و اینکه بمونن در روستا و همونجا به تولید خودشون ادامه بدن برنامه مفصلی داریم. اگر لازم هست من توضیح بدم. نه من تشکر میکنم، حقیقتش من تشکر میکنم. فرصتمون در بخش معیشت به اتمام رسید، حتی یکی دو دقیقه بیشتر شد. توضیح ندادیم مسکن. اشکال نداره دکتر، مطمئن باشید جوونا خوب بود. تو هیتای مختلف انشالله سوالاتی دوستان دارن که بالاخره شبکه‌ای به هم وصل هست. من بازم تشکر میکنم هم از جناب آقای جوادی و هم آقای دکتر محمد که در حیطه معیشت پاسخگویی داشتن. در خدمت برادرمون آقای فردین کریمی هستیم، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، در حیطه سیاست خارجی انشالله در خدمتتون هستیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه حضار. آقا شما چون تربیت مدرسی هستید سوالش ساده بود. باش چشم. عرضم بزرگ شما دکتر جان، در 8 سال گذشته دولت عصر رو بر سیاست خارجی خودش قرار داده و ادعا هم از سال 92 بر این بوده که مسائل و مشکلات کشور برای حل اونها باید از درب سیاست خارجه و مذاکره به اونها نگاه بکنیم. بنده مواضع شما رو بعد بررسی کردم، الان چند تا از مواضع شما رو میخونم که دیگه شما در پاسخ به سوال بنده کلیگویی نکنید. شما در یک جای صحبت کردید که مذاکره خوب است که خروجی داشته باشد و خروجیش به نفع مردم باشد. همونجا فرمودید سیاست خارجی باید به اقتصاد کمک بکنه. جای دیگه فرمودید که برجام معاهده‌ای با غربی ها بود، ما باید نگاه رو بیاریم به سمت شرقی ها. من 3 تا سوال دارم. سوال اولم اینه که شما نسبت مسائل کشور با سیاست خارجی در دولت خودتون رو چگونه تعریف کردید؟ این ان شاءالله به صورت اجمالی پاسخ بدید ولی دقیق تا بنده سوالات بعدی رو خدمتتون عرض کنم. خب مسائل کشور با سیاست خارجی خیلی با همدیگه عجین هست. الان تا میگیم سیاست خارجی ذهنا همه میره سمت مذاکرات 5+1 و اروپا و آمریکا و هسته‌ای. من اتفاقا میخوام ذهن شما رو از این خارج بکنم. تمام مباحث سیاسی ما بحث برجام و 5+1 نیست. چیزی که طی 8 سال گذشته این رو تو مخ ما کردن و به بچه هم شما امروز بگید مسائل سیاسی چیه زود میگه که بحث برجام و 5+1 و رفع تحریم ها و اینها. اینقدر ظرفیت های بالا و سرشاری در کل جهان وجود دارد که سیاست های خارجی ما باید مبتنی بر فعالسازی اونها باشه، ولی امروز ما خودمون رو فقط و فقط کانالیزه کردیم به نوعی دولت شده پیمانکار برجام. انگار کار دیگری در این دنیای به این بزرگی وجود نداره غیر از برجام. همه انرژی معطوف شده به اون. حتی در سایر کشورها نفرات ما که میرند اونجا ازشون راجب مثلا اونجا میرن راجب برجام و اینها صحبت میکنن. بابا این دنیا خیلی بزرگتر از این حرفا، ظرفیت‌ها خیلی بالاتره. شما همین که بتوانید انگیزه ایجاد کنید و دوره پول هسته، شما در بخش اقتصادی اگر بتوانید جاذبه ایجاد بکنید در بدترین شرایط و سخت‌ترین شرایط کشورها با شما کار میکنن. نه فقط کشورها، بحث اقتصادی رو من بین مردم میدونم، ملت‌ها با هم دیگه کار میکنن و خودشون میگردن راه دور زدن تحریم‌ها رو هم پیدا میکنن. ما به صورت مشخص شما فرمودید نگاه شما چیه؟ نگاه ما اینه که ما باید در سیاست خارجیمون دیپلماسی فرهنگی رو راه اندازی بکنیم که الان کلن تعطیل هست. کشوری که دارای غنی‌ترین فرهنگ جهانی هست و چندین هزار سال فرهنگ داریم، ولی امروز باید فرهنگ مندرآوردی یک سری از کشورهایی که اصلا صاحب فرهنگ نبودن اونها داره به ما تحمیل میشه. با کلیه ابزارهای فرهنگی امروز در کشور ما دارن خودشون رو پرزنت میکنن و برای خودشون دارن فضا سازی میکنن. ما فرهنگ داشتمون رو نمیتونیم به جهان معرفی بکنیم. دیپلماسی فرهنگی امروز باید کمک ما بیاد. دیپلماسی اقتصادی و تجاری و بازرگانی باید به کمک ما بیاد. دیپلماسی ورزشی باید به کمک ما بیاد. دیپلماسی علمی باید به کمک ما بیاد. نگاه کنید اینا همه عرصه‌هاییه که به دلیل غفلت از اونها و پرداختن به موضوع 5+1 از همه این ظرفیت‌ها در کشور ما غفلت شده
و خود اینها چقدر میتونه کمک بکنه به توسعه کشور. من عرض کردم، حالا چون شما اونها رو مطالعه فرموده بودید، عرض کردم در یک دوره اقتصاد اومده یارانه داده به سیاست خارجی، امروز برعکسه، باید سیاست خارجی یارانه بده به اقتصاد. چرا وزرای ما در دکتر الان توی بخش قبلی صحبتتون فرمودید که من از خارج نمیخوام تامین منابع مالی بکنم برای پیشرفت کشور، یعنی من نه اصلا من بحث منابع مالی ندارم. نگاه کنید، من بحث صادراتو دارم، این بحث تامین منابع نیست. تامین منابع یعنی من برم عذرخواهی میخوام، گدایی بکنم و برم از کشورهای خارجی پول قرض کنم. اینو من بذارید کنار. من دارم عرض میکنم که الان چه کسی در وزارت خارجه میداند که کشور 15 کشور همسایه ما که سال گذشته 1180 میلیارد دلار واردات کردند و سهم ایران در صادرات به این 15 کشور تنها 24 میلیارد دلار بوده، و آیا ظرفیت در کشور ما نبوده؟ چرا بوده؟ و اتفاقا آیا ما مزیت رقابتی نداریم؟ داریم. مزیت رقابتی ما چیه؟ امروز کارگر ایرانی در حداقل قیمت دستمزده، تولیدات ما در حداقل قیمت، اینا مزیت رقابتی ماست. کالاهای ما امروز در کل جهان میتونه رقابت بکنه. اما الان شما بپرس از کل دولت، از همه وزارتخونه ها، بگو کشورهای 15 کشور همسایه ما نیازمندی هاشون چی هست و چه کسی متولی اینه که فضا رو ایجاد کنه؟ آیا اون کشاورزه که مثلا زعفران کار باید پشه بره در کشورهای دیگه دنبال بازار صادراتی بگرده؟ و چرا خود وزارتخانه ها این خدمات رو به کشاورزهای ما نمیدن که اینا بتونن وسشن بازارهای صادراتی و ارز آوری بکنن؟ شما وقتی بتونی ارز وارد کشور بکنی، تحریم رو شکستی. روسیه و قطر دو کشوری بودن که توسط غربی ها و مجموعه کشورهای عربی تحریم شدن. حالا قطری ها رو در عربی ها اومدن تحریم کردن، روسیه رو غربی ها. اینها درها رو باز کردن، گفتن جمهوری اسلامی ایران بیاد با ما همکاری کنه، هر چی میتونید به ما صادرات کنید. آمارا رو شما نگاه کنید، اصلا قبل و بعد از این موضوع تکون نخورده، یعنی هیچ صادراتی اتفاق نیفتاده. کشور در موضوع صادرات کلا فشل هست و هیچ وزارتخانه مسئولیت تسهیل صادرات رو نداره، بلکه مجموعه هایی داریم در دولت که انگار اصلا مأموریت و وظیفه‌شون مختل کردن صادراته. یعنی صادرکننده خرد با مصیبت میره بازار صادراتی پیدا میکنه، زعفران کار ما میره بازار خودش رو پیدا میکنه، به صورت خرد صادر میکنه، ازش میان پیمان سفاری ارزی میکنن، اولا کلی میدوننش تو مجموعه های دولتی بیچارهش میکنن، بعدش هم میگن که با نرخ نیمایی بهت پولت رو میدیم. طرف میگه آقا من هزینه هام رو همه آزاد بوده و اقلا به من سنا بدید اگرم قراره، حالا اگر ارزم مال خودم اصلا ارزمو بذارید هزینه بکنم. منم که ارزمو دست کسی نمیدم، ارزمو اونجا میدم به دانشجوها، یا ارزمو همونجا هزینه میکنم میدم به ایرانی ها، خودم پولمو میگیرم، خودم چرخمو میچرخونم. ولی میگن نه، باید ارزو بیاری بده به ما، بعدم نیما بهت میدیم. این یعنی چی؟ یعنی کلا تعطیلی صادرات. البته به نظرم خیلی کلیگویی کردید. دوباره من خیلی تلاش کردم به این کلیگویی نرسه، یعنی شما نسبت مسائل با سیاست خارجه رو به نظرم نفرمودید. حالا باز من سوالات بعدیمو میپرسم، این را اگه باز اشاره کنید خوبه. حالا شما از برجام فرمودید، من از برجام سوال میپرسم. به هر حال برجام یک معاهده است که به قول شما برجام نافرجام، یک معاهده است که با 5-6 کشور به حالت انجام شده. نوع مواجهه دولت شما با برجام چه خواهد بود؟ آیا شما در برجام میمانید؟ آیا از برجام بیرون میروید؟ یا میخواهید این چک برجام رو نقد کنید؟ یعنی این نوع مواجهه دولت شما رو هم با برجام بدونیم خوبه. نگاه کنید، اگر روز اول بود شما میگفتید شما چه میخواهید بکنید، من یه جور دیگه پاسخ میدادم. ولی امروز ما در یک شرایطی قرار گرفتیم که دولت ایران تعهداتی رو پذیرفته، ما نسبت به کلیه تعهدات دولت ایران باید پاسخگو باشیم و اونها رو رعایت بکنیم. این به لحاظ اخلاقی در شأن جمهوری اسلامی ایران هستش که به کلیه تعهدات بین المللیش پایبند باشه و اونها رو رعایت بکنه. و البته این باید دو طرفه باشه، یعنی بحث این نیستش که ما بخوایم مثلا بچه خوبی باشیم و همه تعهدات عمل کنیم ولی دنیا تعهداتش رو عمل نکنه. لذا برجام رو علارغم این که خب دیدید به صورت یک جانبه تنها کشوری از 5 به علاوه 1 و ایران که مذاکرات رو داشتن انجام میدادن
برجام رو قانونی کرد و برد مصوب مجلسش کرد و قانون شد ایران بود. هیچ کدوم از کشورهای طرف مذاکره ما این رو قانون نکردن و دولت آمریکا و کنگره و اینها هم گفتن رسما ما این رو قانونی نمی کنیم. به خاطر این بودش که رفتند اون مصوبه جدید شورای امنیت 2231 رو گرفتن که اون الزام بشه از طرف شورای امنیت که این قانونی بشه. خب نگاه کنید، برجام قرار بود یه کارهایی برای ما انجام بده. من نمیخوام غیر منصفانه نقد بکنم، باید در یک فضای منصفانه و به دور از فضای سیاسی بهش نگاه کنیم، چون من میبینم عموما دارن به صورت سیاسی به این موضوع نگاه میکنن، یه عده کلا نفیش میکنن، یه عده هم کلا تاییدش میکنن و میگن که این خلاصه خورشید درخشان بود و اینها. در هر حال قرار بر این بوده که برجام وقتی اتفاق میفته دو تا کار برای ما انجام بده، یکی این که سایه تحریم ها رو برداره و یکی هم سایه امنیتی رو از کشور برداره، چون گفتن ما رفتیم ذیل فصل هفتم و امکان جنگ وجود داره. ماده 42 فصل هفتم اگر وارد شیم دیگه بحث جنگ هست و الان ما ذیل ماده 41 هستیم که کنترل ها و نظارت های بین المللی رو بر علیه ما تشدید کرده، یعنی یک گام قبل از جنگ. گفتن ما از زیر سرفصل هفتم خارج خواهیم شد، به علاوه این که تحریم ها هم به صورت بالمره یک جا تماما لغو خواهد شد. این جملاتی بودش که به مردم گفته شد. حالا امروز که نگاه میکنیم میبینیم نه تنها تحریم ها بالمره یک جا تماما لغو شده و این دستاوردی که وجود نداشت، دو، آیا از ذیل سرفصل هفتم خارج شدیم؟ نه، ما حتی در مصوبه 2231 سازمان ملل هم کماکان ما همونجا ذیل فصل هفتم و در ماده 41 هستیم، خارج نشدیم از ذیل اون. لذا این دوتا بحث اصلی که راجع به برجام مطرح می شد هیچ کدومش انجام نشد و ما چه کردیم؟ ما کلیه تعهداتمون عمل کردیم و یه کاری غیر هوشمندانه اتفاق افتاد. مقام معظم رهبری هم تذکرات لازم رو در 9 بند دادن، متاسفانه اون 9 بند بهش توجه نشد و تقریبا 2-3 سال هستش که مردم ما گروگان برجام هستن، سفره مردم، اقتصاد مردم گرفتار برجام هستش. ما در همونجا که شما فرمودید، من در عرایزم گفتم برجامی رو قبول داریم که دو طرفه باشه، تعهدات ما باید در مقابل تعهدات طرف مقابل معنا بشه. اینی هم که الان دوباره اومدن میگن که گام به گامش کنیم، شما یه گام برگردید ما یه گام، نه خیر، شما وظایفتون رو انجام بدید. ما همه تعهداتمون رو انجام داده بودیم و شما یک تعهدتون رو انجام ندادید. بهتونم بگم اروپا و آمریکا اینها هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، اینا یک نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی کردن. آمریکا خارج شد و اروپا هم تو این فضا خیلی قشنگ پاسکاری کرد با آمریکا، هی ما رو ترسون، گفت خارج نشید از برجام، اگه خارج بشید ما همه مشکلات خلاصه برمیگرده، ما دیگه نمیتونیم از شما دفاع بکنیم. چه دفاعی میخواید بکنید؟ یعنی از اینی که امروز ما هستیم آیا وضعیت ما بدتر میشه؟ از این بدتر دیگه از زعم اونا چیزی وجود داره؟ یا هی دارن فشار میارن FATF رو تصویب کنید، پالرمو رو تصویب کنید، CFT رو تصویب بکنید. خب الان مگه ما میخوایم با هم بیزینسی بکنیم؟ مگه میخوایم LC باز کنیم؟ مگه شما میذارید این اتفاقا بیفته؟ اصلا این الان محل صحبت نیست. من نمیدونم چرا اینقدر دارن انرژی جامعه رو سر موضوع FATF که اون هم 17 سرفصل داره. الحمدلله آقایون رفتن از 17 تا تقریبا 15 تاشو عمل کردن، دو تاش رو نگه داشت. یعنی یواشکی همون زمانی که آقای طیب نیا رفتن سفری رو در اروپا، اونجا نشستن بحثا رو بستن، عمل کردن. حالا الان همه دارن بحث میکنن، فکر میکنن FATF هنوز مصوب نشده. نه خیر، مصوب شده، اجرا هم شده. دو تا بندش رو نگه داشتن در ارتباط با بحث حالا تروریسم و اینها، اینم رفتن تعهدش رو دادن. خب اصلا موضوع ما امروز این نیستش که این همه وقت کشور رو دارید میگیرید. اول شما برید تحریما رو بردارید، راه بانک باز بشه، راه LC باز شه، راه سویفت باز شه، بحث کشتیرانی باز شه، بحث صادرات نفت باز شه، این اتفاقا بیفته، بعد بیایید این صحبت ها رو بکنید. دکتر، خیلی ها معتقدن که اصلا همین برجام کنونی که شما میفرمایید، حالا بقیه که اصلا تعهدات خودشون رو عمل نکردن، یک بحث جداست، اما به شرط این که حتی اونها به تعهداتشون هم عمل کنن، بخش قابل توجهی از تحریم ها برداشته نمیشه.
اصلا ما لغو تحریم ها نداریم، باز تعلیقه در خود برجام این وجود داره دیگه. و اون مسئله هم که شما میفرمایید باز هم امنیت، باز اون مسئله را هم ما دوچارش هستیم. یعنی ما با یک برجامی الان مواجه هستیم که نه تحریم ها رو برمی‌داره و نه امنیت ما رو تامین میکنه. من بازم سوالم رو از شما یعنی دقیق‌تر میپرسم که باز تکرار میکنم، دولت شما قراره با این برجام چیکار بکنه؟ یعنی خب اگر شما در قالب برجام بخواید برید جلوتر، نه به رفع تحریم میرسیم نه امنیت ما تامین میشه. اگر خارج بشید به قول شما یک تبعات دیگه‌ای داره. بالاخره شفاف بفرمایید با دولت می‌خواهید با این برجام در دولت می‌خواهید چه بکنید؟ خب من فکر کردم که کامل مواردی که شما سوال دارید رو خدمتتون عرض کردم. نیا کنید من گفتم که ما نمیخوایم بزنیم زیر برجام. ما برداشتمون این بود که شما در برجام میمانید و به دنبال این هستید که برید این چک برجام رو نقد کنید. اما خیلی از اقتصاددانها و کسانی که متخصص امر برجام هستن میگن حتی اگر چک برجام هم نقد بشه این تحریم ها برطرف نمیشه. یعنی بخش عظیمی از تحریم ها باقی میمونه. من بخش به عنوان حالا مجری، من بخش به عنوان مجری نکتم رو عرض کنم برای اینکه بحث شفافتر بشه. حقیقتش جمع دانشجویی هست و دوست داریم همه چیز بالاخره تا حد المقدور شفاف و صریح گفته بشه. یه مقدار حس میکنم صحبت‌ها حالت دیپلماتیک میگیره به خودش، حالا چه در خدمت شما که هستیم و چه جلسات قبل. من اگر اجازه رو حالا شما بفرمایید اینجور مطرح کنم، دوستان من حس میکنم یه سری سوالات رو مطرح میکنن، پاسخ به اون سوالات به صورت واضح نیست، بیشتر پاسخ هول و هوش اون سوالات هست. همون قضیه بالاخره اون قضیه پاکستان نشه خدایش، یعنی همسایه‌های ایران رو نام ببرید بشه. اگر اجازه بدید من سوال الان این هستش که ما ادامه برجام آیا وزارت خارجه قراره پیش ببره یا نه شما تحویل شورای عالی امنیت ملی میدید یا نه میگید چون شروط رهبری شروط نهگانه‌ای که شما فرمودید رعایت نشده کلا اصلا برجامی نیست. همون جوری که رهبری گفته اگر برجام رو اونها پاره کنن ما آتش خواهیم زد و علتی هم که الان این اتفاق نیفتاده رو دولت میدونن. الان ما حقیقتش از صحبت‌های شما هیچ شفافیت و صراحت کاملی نسبت به این قضیه متوجه نشدیم. یه جورایی حرکت ما بین این که نه حذف می‌کنیم از برجام میایم بیرون و نه اینکه یه تنه وای میستیم مقاومت سری. اینو اگر بشه کامل و شفاف توضیح بدید. بله من عرض کردم نیا کنید اگر امروز بنده اختیاردار بودم میگفتم که آقای محمدی همچین فضای ایجاد شده، طرف مقابل ما یه همچین امتیازاتی میخواد و شما هم مثلا یه همچین نیازمندی هایی دارید میخواد چه کار بکنید؟ هیچ وقت من خودم این برجام رو امضا نمیکردم و اقدامی هم راجع به این نمیکردم. خب پس اون سرمایه‌ای که باید بیاد چه؟ ولی عرض کردم نیا کنید یک تعهد دولت هست، تعهد ملی هست، مجلس شورای اسلامی مصوب کرده. ما امروز در چارچوب گفتمانی ولایی خودمون حرکت میکنیم. مقام معظم رهبری چارچوب شفاف مشخص کرده. ایشون فرمودند که باید طرف مقابل، حضرت آقا نفرمودند که ما برجام رو قبول نداریم. حضرت آقا فرمودند که باید طرف مقابل کلیه تعهداتش رو در برجام عملی بکنه، ما راستی آزمایی بکنیم و بعد ما برمیگردیم به تعهداتمون. من در این چارچوب حرکت خواهم کرد به صورت شفاف و همین هم داشتم توضیح میدادم، دیپلماتیک هم توضیح ندادم. ولی آیا برجام ایراد دارد؟ بله بسیار ایراد دارد و امتیازاتی که ما دادیم خیلی فراتر است از امتیازاتی که حتی نگرفتیم. یعنی قرار بود امتیازاتی بگیریم، امتیاز میدیم، امتیازات رو دادیم، امتیازات هم نگرفتیم ولی قرار بود بگیریم. ما همون امتیازاتی که قرار بود بگیریم رو باید پافشاری بکنیم برش. حالا یه وقت هست اونها نمیخوام بیان سمت این موضوع، بله ما راهکارهای دیگری داریم. ولی همزمان با این مذاکرات و این پیگیری ها چیزی که من بیشتر میخوام توجه بدم شما رو به اون و چیزی بوده که تو این 8 سال نبوده، این رو باید توجه بکنیم که آقا اصلا برجام هرچی هر اتفاقی برای برجام افتاد، شما برگرد روی کرده تو بیار سمت داخل، بحث توانمندسازی داخلی رو حل کنیم، این گره های مردم رو باز کنیم، بوروکراسی اداری رو حل کنیم، مجوزات اشتغال آفرینی رو حل بکنیم، تولید رو بهش کمک بکنیم. امروز تولیدگران واقعا دادشون و فریادشون به آسمان رسیده. اینها رو بیایم حل بکنیم، ارتباط با همسایگان که من عرض کردم حل بکنیم، توازن بین شرق و غرب رو برقرار بکنیم، ظرفیت های شرق رو استفاده بکنیم. شما همزمان با بحث برجام خیلی کارهای دیگه باید بکنید و اینقدر خودمون رو متمرکز روی برجام نکنیم. بله وقتی طرف ببینه دست من خالیه، رئیس جمهور مصاحبه میکنه میگه خزانه کشور خالی است، وزیر خارجه میره برای مذاکره، این وقتی رفت اونجا کلا باید امتیاز بده، پشتوانه ای نداره.
شما اتفاقا باید در خیلی از جاها امتیازگیری بکنید. چرا دنیا اومد سری قبل نشست با ما مذاکره کرد؟ آیا مثلا اونها رأفتشون باعث شد بیان با ما مذاکره کنن؟ خیر، اونا دیدن ایران در منطقه حرف اول رو داره میزنه، تو بحث موشکی حرف اول رو داره میزنه و هسته‌ایش هم داره به شدت میره جلو، مجبور شدن بیان. و امروز هم که رفتیم رو غنی سازی 60%، انشالله اگر ما خدمتون بودیم، خب میدونید ما نیازمندی های صلح‌آمیز هسته‌ایمون خیلی بالاتر از ایناست. چرا نباید برای راکتورهای تحقیقاتیمون اورانیوم غنی شده داشته باشیم؟ چرا نباید برای پیشران‌های زیردریاییمون، کشتی‌های اقیانوس پیمامون، چرا نباید ما اورانیوم غنی شده داشته باشیم؟ چرا کشتی‌های ما اقیانوس پیمام میرن در دنیا بهشون سوخت نمیدن، مجبور میشن ماه‌ها بمونن تو بنادر دموراژ بدن و کلی خسارت بخورن؟ ما نیاز به اورانیوم 93% داریم. یعنی اصلا بحث اورانیوم رو باید وقتی دنیا داره و آمریکا داره اینگونه برخورد میکنه با تعهدات بین المللیش، ما هم نباید رعایت بکنیم. ما باید بریم به سمت غنی‌سازی 93% برای مصارف صلح‌آمیز و اون موقع شما ببینید که هم ما اگر داخل قوی بشویم و بعد در موضوع هسته‌ای هم قوی بشویم، نه اینکه بریم بتون پر کنیم در داخل راکتورهامون، قوی بشویم، اون موقع شما ببینید به چه صورت اینها سینه‌خیز میان اینجا و دنبال این هستن با ما توافق بکنن. دکتر دو ادعا وجود داره، فقط سلی نداریم. خب الان فرصت از وقت فقط در حد یک جمله من کوتاه. دکتر دو ادعا وجود داره. ادعای اول اینه که عدم این ناکارآمدی دولت کنونی اینه که رفع تحریم ها صورت نگرفته، یعنی بسیاری از مشکلات کشور رو به تحریم سوق میدن و سوء مدیریت داخلی رو درصد کمی براش قائلن، اما بخشی از جامعه ادعا میکنه که نه، که مشکلات اصلی ما تحریم نیست و سوء مدیریت داخلیه که باعث شده که ما خود تحریمی کنیم، به قول شما صدهایی به وجود بیاریم در مقابل مسائلمون. نظر شما چیست؟ نسبتش به نظر شما کدوم یک از این دو ادعا درست؟ ما نظر خودمون رو نمیگیم، ولی نظر اتحادیه اروپا، خانم موگرینی و طرف غربی رو عرض میکنیم. آقای خوشچشم این رو خیلی قشنگ مطرح کردن، گفتن که به استناد صحبت‌های خود طرف غربی، گفتن که این تحریم‌هایی که ما ایجاد کردیم اینقدر برای ایران نباید مشکل ایجاد می‌کرده و این نهایتاً در حد 20% شاید میتونسته مشکلات ایجاد کنه. عمده مشکلات ایران مشکلات داخلی است. این ارزیابیه که طرف اروپایی داشته. حالا چون خیلی هم اعتقاد دارن به طرف اروپایی، خب این حرفش هم باید بپذیرن. خیلی تشکر. خیلی بسیار تشکر میکنم از آقای دکتر در پاسخگوییشون نسبت به سوالات سیاست خارجه. دوستان و حضار محترم اگر لطف کنن نظراتشون، ولی هم دانشگاهی بودن رو رعایت نکردیم. آره. نه نکردیم. آزادگی شدشون. حضار محترم لطف کنن نظراتشون رو نسبت به این حیطه سیاست خارجی، حالا چون ما بخش قبل رو این پاسخ دکتر گرفتیم، نسبت به سیاست خارجی در مجموع نسبت پاسخهای جناب دکتر محمد رو چجوری ارزیابی میکنیم؟ موافق مخالف ها رو داشته باشیم؟ آقا بد نیست اوضاع، خانوما دستشون درد نکنه، ما ممنونیم. حتما در دولت آینده نقش ویژه به بانوان خواهیم داد. ولی این آقایون اینجوری هست، اینا رو اصلا نمیشه بهشون اعتماد کرد. خب حالا انشاءالله ادامه مسیر هم خدمت خواهران هستیم. خدمت آقای دکتر محمد حسین عباسی، پزشک و دانشجوی پی‌اچ‌دی طب سنتی از دانشگاه تهران در حیطه نظام سلامت کشور. آقای عباسی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب آقای دکتر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. آقای دکتر، من ابتدا از یک سوال حالا عمومی‌تر شروع می‌کنم. اینکه در حال حاضر در ایام بحران کرونا هستیم، فرض بر این که بعد این احتمال وجود داره، یعنی پیش بینی میشه که اصلا سالهای آینده ما این درگیری رو وجود داشته باشه. خواستم بدونم شما اگر حالا در منصب ریاست جمهوری باشید، چه تدبیری برای کنترل وضعیت، برای اینکه اوضاع بحرانی نشه، و اگر بحرانی شد برای حل اون بحران دارید، و چه راهکاری برای بحث روز امروز که حالا بحث واکسیناسیون در خصوص کرونا هست دارید؟ علال حساب آیتور خوشحال میشم اینها رو جواب بدید. فقط یه لطفی بکنید، بایدها رو حقیقت ما خودمون میدونیم،
آن کار که باید بشه بعد رو بفرمایید، یعنی بایدش رو عبور کنیم این کار انجام شود. بله خب، راه کنترل کرونا بحث واکسیناسیون هست و کشور ما هم به لحاظ علمی و پژوهشی بسیار توانمند هست و اتفاقا مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ما خیلی زود به فرمول‌های واکسیناسیون دسترسی پیدا کردن، چه بر پایه پروتئین چه بر پایه ویروس کشته، هم پاستور هم سرمسازی رازی هم بقیت الله هم ستاد اجرایی فرمان امام و جاهای دیگه رو بحث علمیش خیلی خوب ورود کردن و به موقع هم به نتیجه رسیدن. اینی که میبینید سایر کشورها واکسن رو تونستن تولید بکنن و استفاده کنن و ما عقب افتادیم، ساختار مسئله دار وزارت بهداشت و درمان هست. یک ساختار معیوبی ما در وزارت خانه داریم، نه فقط بحث واکسن، هر چیزی که وارد اونجا بشه برای تولید و خدمتتون عرض بشه که بحثای این چنینی اونجا به معضل و مشکل برخورد میکنه، که حالا اگر لازم شد من بعداً مشکلات وزارت بهداشت رو خدمتتون باز میکنم، ولی چون سوال شما صرفاً روی کرونا بود، ما باید هر چه سریعتر نسبت به خدمتتون عرض بشه که قطعی کردن بحث واکسن ایرانی اقدام بکنیم و اتفاقاً محدود هم نکنیم، تمام مراکزی که به نتیجه رسیدن تستای حیوانیشون انجام دادن کمکشون بکنیم که زودتر اینها تستای انسانیشون هم به ثمر برسه نتیجه بگیره. ضمن اینکه کاری که باید همین امروز شروع بشه و دیر هم هست و ای کاش مثلا از سال پیش استارتش میخورد، ایجاد پلنت‌های تهیه واکسن هستش. خب میدونید الان همین امروز اگر بگن که واکسن آماده شده و دیگه مشکل بابت تولید نداریم و بعد بره تو فاز تجاری، تأسیس یک پلنت واکسن سازی حداقل یک سال طول میکشه، 10 ماه طول میکشه حالا در کفش، و تجهیزاتش هم عموما خارجی هست و وارداتی هستش. به علاوه این که شما شاید یکی بگه آقا هنوز تولید نکردی میخوای پلنتشو بزنی؟ بله، پلنتایی که احداث میشه دوگانه است، یعنی حتی اگر شما در آینده واکسن کرونا را درش نخواستی تولید کنی، میتوانی از این پلنت استفاده کنی برای تولید سایر واکسن ها، یعنی چیزی رو از دست ندادی. ولی امروز ظرفیت تجاری تولید واکسن در کشور نداریم و این هم باز یکی از سوء مدیریت هایی هستش که باهاش روبرو هستیم. من اگر باشم از همین امروز شروع میکنم به تأسیس پلنت هایی برای تولید بسیار زیاد واکسن در دوز بالا، چون میدونید مثلا 10 میلیون دوز اگر تولید بشه فقط برای کادر درمان قابل استفاده است، ما باید بریم سراغ 100 میلیون دوز و خود این هم سرمایه گذاری بالایی داره. و اتفاقا در اوج تحریم ها ما با چینی ها هماهنگ کردیم، منابع بلوکه شده داشتیم در کشور چین، گفتیم که برای کارخانه واکسن نیاز داریم و قول همکاری دادن که اینها رو بتونیم آزاد بکنیم و پلنت ها رو وارد بکنیم. ولی عرض میکنم اینی که مثلا من در قرار خاتم رفتم اینو دنبال کردم تا اینجاشو رسوندم و گیر کردیم توی بحث مجوزات، ولی اینی که دولت وارد این فضا هنوز نشده، این خیلی جای تأسف داره، و چون راه اساسی هم بحث واکسیناسیونه و بعد میریم سراغ پیشگیری، که همین کاری که داره انجام میشه و البته با یک قدرت و قوت بالاتر. موج چهار روم شما دیدید علتش فقط و فقط این سهل‌انگاری بودش که در ایام عید اتفاق افتاد و همه میدونستن این موضوع میشه، ولی در ایام عید گفتن که دیدید شما در ستاد کرونا گفتن موجها تمام شده و دیگه مشکلی نداریم و یک حالت عادی برای مردم ایجاد کردن و این بحران اتفاق افتاد. اگر پیشگیری جدی اتفاق بیفته و همزمان بحث تولید واکسن هم انجام بشه، به علاوه این که به طب سنتی هم باید بیشتر بها داده بشه، طب سنتی تو این موضوع خیلی میتونه کمک بکنه که متاسفانه وزارت بهداشت هیچ گونه کمکی رو از طرف طب سنتی نمیخواد بپذیره. اینها مجموعه کارهایی هستش که میتونه در کرونا ما رو تا حدودی به پیش ببره. حالا سوال من اینه آقای دکتر، ما الان هند رو داریم که تعداد واکسینه شده های بالایی داره، اما به علت ماهیت این ویروس که تغییر پذیری هست الان این وضعیت تو هند ایجاد شده. ماهیت این ویروس جهش پذیر و تغییر پذیره. فرض بر این که این بحران ایجاد شد با وجود همه واکسیناسیونی که شما گفتید، و البته خب ما مشکل تو تولید واکسن
یه بخشیشه، مشکل تو توضیحش هم هست که توضیح داده نشد. حالا فرض بر این که من میخوام دیگه بیشتر سر این موضوع نمونیم، فرض بر این که بحران ایجاد شده، یعنی با وجود همه کارهای انجام شده و در شرایط فعلی هستیم، چجوری میخواین این وضعیت رو کنترل کنیم و چه راهکاری برای خروج از بحران داریم، چون احتمالش وجود داره؟ بله، عرض کردم ما تنها راهمون پیشگیریه. یه حالت این هستش که ایمن سازی واکسیناسیونه، یه راه هم هست که پیشگیریه. ما در حوزه پیشگیری باید قوانین و مقررات و چارچوب‌هایی رو بگذاریم که سیستم‌های مجازی بیشتر باید فعال بشه، کارآمدتر باید بشه و خدمتتون عرض بشه که همین موضوعاتی که اخیراً هم اتفاق افتاد ما دیدیم، همون تردد بعد از ساعت 10 وقتی من شد اثر بسزایی داشت در کنترل موج سوم و این موضوعات باید جدی گرفته بشه، برای مردم عادی نشه این شرایط، رعایت بکنن. البته سازمان بهداشت جهانی هم یک سری چارچوبایی رو اعلام کرده که تا الان هرچی اعلام کرده بعدن خودش اومده اینا رو نقض و لغو کرده، یعنی خیلی چارچوب‌های پایه و اساسدار علمی نبوده اینها. الان خب میگن که حتی الکلی هم که به دست ما میگفتیم بزنید اینم حالا خیلی نزنید، همین ماسکو فقط بزنید. ولی خود این پیشگیری ها مردم رعایت بکنن، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن، اینها صرفا هم به صورت فرهنگ سازی باید اتفاق بیفته، هم به صورت قوانین و مقررات باید اتفاق بیفته که بتونیم حلقه ها رو قطع بکنیم. هایتون من بیشتر دوست داشتم اینو بشنوم ازتون که حالا در هر صورتی مجبور شدید محدود سازی رو ایجاد کنید، احتمالش وجود داره، قرنطینه کنید یا هر کار دیگه، چه راهکاری دارید که این قرنطینه و محدودسازی عملی بشه و بشه اصلا کشور رو کنترل کرد؟ الزاماً این نیست که این اتفاق نیفته، ممکنه شما مجبور بشین این کار رو انجام بدین، چه راهکاری برای اون زمان دارین؟ تو اوج بحران چه کار میشه کرد؟ خب خدمتتون عرض بشه، نگاه کنید معیشت مردم رو باید مراقبت کرد، نمیشه آدم مثلا قرنطینه کنه کلا بگه تعطیل کسی سر کارش نیاد، با یک سری ملاحظاتی مردم باید بتونن زندگیشون هم انجام بدن. به همین خاطر اینی هم که یک درصدی دائما احتمال این هست که بگیرن اینم وجود داره، یعنی نمیشه به صفر رسوندش، منتها کنترل میشه کردش. ما باید این شرایط رو تحمل بکنیم. راهی که وجود نداره که شما بگید آقا هیچ کس کرونا نگیرد، تنها راهش واکسیناسیون هست، به اضافه اینکه اگر خواستید کارهای پیشگیرانه رو بهش توسعه بدید با رعایت اون چارچوبا و حداقل‌های معیشتی مردم، این کارها شدنی هستش. و البته عرض کردم با توسعه فضای مجازی و اینکه خیلی از بیزینس ها و کارها رو ما ببریم سمت اینکه ارتباط مردمی رو بتونیم به حداقل برسونیم. ممنون، متشکرم دکتر. بازم شدم باید ها، ولی خب من ما دنبال دکتر ما راهکاریمون هم خوبه، اگر شما بفرمایید ما استفاده بکنیم ان شاء الله. تو همون فرصتی که با هم صحبت کنیم در مورد وزارت بهداشت هم صحبت می‌کنیم. سوال دوم آید دکتر، ما دو دولت 11ام طرحی داشتیم به نام طرح تحول سلامت، می‌خواستم بدونم نظر کلی شما، یعنی مختصراً نظر شما در مورد طرح تحول سلامت که یکی از تقریبا شاخص ترین برنامه بهداشت و درمان و یکی از دو برنامه شاخص کل دولت فخیمه بود چیست و به صورت کلی بفرمایید فقط جزئیاتش. بله، ما 3 تا مدل طرح سلامت تو دنیا داریم. یکیش مدلی هستش که مصطلح است به نام مدل بیسمارک، توی آلمان و یه سری کشورهای اروپایی داره با موفقیت اجرا میشه که در اون دولت یه بخش عمده از هزینه‌های درمان رو تأمین میکنه، یه بخشش هم توسط بیمه تأمین میشه، یه بخشش هم توسط مردم تأمین میشه. تقریبا مدلی هستش که در ایران ما این رو داریم. یه مدل دیگه داریم به نام مدل بوریج هست، تو انگلیس و یه سری کشورهای اینچنینی داره اجرا میشه. اون مبتنی بر پزشک خانواده هست، طرحی که آقای فاضل لنکرانی پیگیر بود که این رو اجرایی بکنه و در اونجا میگه پزشک خانواده کسی است که باید بدو دنبال افراد جامعه، اون قسمتی که حالا تحت نظرش هستن، مراقبت بکنه اینا مریض نشن و اگر قرار شد پولی به پزشک خانواده پرداخت بشه، مبتنی بر این هستش که اون افرادی که زیر نظرش هستن کمتر مریض بشه، اگه مریض بشن بهش کمتر میدیم. خب نگاه کنید، این سیستم باعث این شده که هزینه های دارو و درمان و اینها به شدت در انگلستان کاهش پیدا بکنه و خیلی کسی نسخه بی خودی ننویسه، مراقبت بکنه، پزشک شب زنگ بزنه به بیمارش بگه آقا مراقب غذات باش، تو رو خدا امشب چرب نخوری یا مثلا قندت بالا نره. این طرحی بودش که آقای فاضل اومد پیگیری بکنه، موفق نبود چون
ایشون خودش طراح بود، خانم دستگردی اومد اجرا بکنه، به جای اینکه از روستاها و شهرستانا اینها شروع بکنه اومد از شهرهای بزرگ شروع کرد، نتونست موفقیتش رو بگیره. ولی این هم باز یک روش هستش. یه سری هم یه روش هم هست، خصوصی سازی کامل که در آمریکاست. در آمریکا کلا خصوصی هستش و افراد بعد خودشون هزینه هاشون رو عجیب پرداخت بکنن. فشار زیادی هم بابت هزینه های درمان به مردم میاد. یکی از معضلات اصلی نظام سرمایه‌داری و لیبرال آمریکا شده بحث سلامت. و هر کدوم از ریاست جمهوری ها میان فقط روی سلامت یه شعاری بدن، یه خورده ببرنش سمت تسهیل برای مردم، رأی میارن، چون واقعا برای مردم هم مهم هستش. متاسفانه ما شاهد این هستیم که در دوره 8 سال گذشته از اون حالت بیسمارکی که من عرض کردم داریم میریم به سمت خصوصی آمریکایی. یعنی هی داریم بار هزینه رو میندازیم رو دوش مردم. اگر در یک شرایط عادی ما بعد 25% سهم رو میدادیم مردم، 75% توسط دولت و بیمه ها انجام میشد. ولی امروز بالای 50% انداختیم گردن مردم. این به صورت خزنده یک سری اتفاقاتی داره میفته. ما که داد میزنیم میگیم تفکرات لیبرالی نئولیبرالی، میگن آقا اینا سرشون درد میکنه، هرچی بهشون میگه هی میگه لیبرالی. و بابا ایناست، به صورت خزنده یک قانونی مصوب شد. اولا در اون قانون که آقای قاضی آزاده، آقای هاشمی پیگیری میکردن، وزیر بهداشت آقای هاشمی پیگیری میکردن، شما ببینید چه اتفاقی افتاد. هزینه بسیار هنگفتی دادن به وزارت بهداشت و درمان، ولی این پول رفت تو جیب پزشکا و بابت به تعداد عمل جراحی پول پرداخت میشه به پزشکا. و اومدیم یک مجموعه رو جیبشون رو پر از پول کردیم و بقیه اقشاری که در خود وزارت بهداشت و درمان دارن زحمت میکشن، مثل پرستارا، اینها کلن از این منابع محروم هستند. ما یک فضایی رو داریم ایجاد میکنیم که به جای اینکه به بخش محروم برسیم، آقا این قانون چیش به مردم رسید؟ مردم که الان بالای 50% باید از جیبشون خرج بکنن. پس این طرح سلامت چی بود؟ بعد اومد چندین برابر از دولت بودجه گرفت. این بودجه کجا رفتش؟ رفت تو جیب قشر خاصی که من عرض کردم. یعنی تفکرات غلطی بوده. ما این رو باید برگردونیم، چون چیزی که در ایران جا افتاده اون سیستم بیسمارک. نمیشه هم این رو رفت سمت نظام انگلیسی. حالا انگلیسی ها همه چیزشون بده، ولی چون خصت دارن این موضوعشون اتفاقا خوبه. ولی نمیشه سویچ کرد رفت روی نظام انگلیسی. به نظر من ما باید همون سیستم بیسمارک آلمانی رو توسعه بدیم، سهم مردم رو کاهش بدیم، خدمات رو افزایش بدیم، بیمه ها رو فعالتر بکنیم، تعهدات دولت به بیمه ها رو افزایش بدیم، بتونیم وضعیت بهداشت و درمان مردم رو بهبود ببخشیم. به اضافه اینکه بهداشت و درمان رو باید از خانواده شروع کنیم. ما انشالله برای دولت آینده یک طرحی داریم، به جای پزشک خانواده که یک پزشکی بشینه درمان کنه، ما انشالله میخوایم مادران رو در همه خانواده ها بکنیم پزشک خانواده. حالا طرحشو بعدا من خدمتتون به تفصیل عرض خواهم. انشالله. مسئله که آقای دکتر وجود داره که شما بهش اشاره کردید، من میخوام یه مقدار بیشتر روش متمرکز بشم. بحث یه بخشی از ترتیب سلامت هست که نظام پرداخت هست. ببینید الان با همونجور که شما بهش اشاره کردید، مردم سهمشون، یعنی اون قدر مطلق پرداخت از جیبشون بالاست. کادر درمان هم دیگه الان جوری هست که دریافتیشون از یه حدی کمتر نمیتونه باشه. بیمه های ما عملا ورشکسته شدن دیگه توش حالا چیزی نداریم، بحثی نداریم. و دولت هم دیگه توان تزریق پول به این سیستم رو تقریبا نداره، نمیتونه این رو جبران کنه. الان بالاخره این فشردگی که ایجاد شده اینجا و این پیچیدگی که تو این زمینه ایجاد میشه رو شما راهکارتون برای برون رفتش چیه؟ اینکه برگردیم سیستم رو، برگردیم به سیستم حالا بیسمارک و اینها، خب این راهکار عملیش برای شما چیست؟ الان سیستم بیسمارک در کشور داره اجرا میشه. من عرض کردم درصد مردم رو باید کاهش بدیم و دولت و بیمه مشترک، چون سه تا چطوری آید دکتر؟ با کمک به بیمه ها باید منابعی رو دکتر دهخانم پزشکم دیگه، یه مقدار اینجا کار سخت. آره یه مقدار سخت میشه. سلامت باشید. چون حالا تو این قضیه پرداخت، قضیه پرداخت همجور که فرمودید، الان میگید مردم سهمشون زیاده، از طرفی بیمه ها رو باید دولت تقویت کنه. خب دولتی که واقعا برشکسته است، بودجه‌ای واسه اش نمیده. این که میگید دولت بیمه ها رو تقویت کنه، خب این کما این که ما طرح تحول سلامت رو داشتیم که طرح تحول سلامت
بودجه کلانی رو از بخش‌های مختلف از یارانه مردم گرفت و تو طرح تحول، یعنی همون جیب پزشکایی که شما گفتید که خود پزشکام به جیب ما هم نرسید، البته یه بخشیشون رسید و یه لایه خاصی. پس دولت هم از این طرف یارانه‌هاشو آورد، مالیات بر ارزش افزوده هم رو آورده پای کار. با این همه بودجه ریزی کلانی که تو طرح تحول انجام شد موفقیتی حاصل نشد. یعنی الان هم اگر شما راهکارتون اینه دولت دوباره بیاد بودجه ریزی کنه، اولا نداره، حالا سال 93 94 اینا میگفتن ما از برجام میگیریم میاریم اینجا اصلا دیگه کلی مدینه فاضله میسازیم، الان اینو چیکار قراره بکنیم؟ مردم که ندارن، کادر درمان هم تشنن حقیقتا، بیمه ها هم ورشکستن، دولت هم به پیسی رسیده. اینو بفرمایید، همه هم داریم قطع میشیم. آقا فکر کنم یه نفر داره توته میکنه اینجا، نه فعلا که ما رو قطع کردن از بچه های قرار خاطر. نه الان ایشون دیدن که همه دارن ما رو میزنن، آقای صدا بردار هم داره ما رو میزنه، رفته جزء تیم تخریب محمد، فعلا که موجی رو بستن. خب آقا ما این هست، آقا نگاه کنید، من میخوام اتفاقا دید شما رو عوض بکنم راجع به این که انقدر راحت نگیم که دولت پول نداره، منابع نداره. بله اگر چشممون فقط به فروش نفت باشه، نفت درش اختلال ایجاد شده، منتها دولت منابع خیلی زیادی داره بهش توجه نمیکنه، اونا رو باید زنده کنیم. من نمونه عرض بکنم، نگاه کنید سال 92 درآمد ترانزیت ایران 10 میلیارد دلار بوده، الان بعد از گذشت 8 سال خب باید طبیعتاً افزایش پیدا بکنه، الان شده هولوش 5 میلیارد دلار، یعنی 5 میلیارد کاهش بده کرد. 5 میلیارد دلار شما فرض کنید که ما در همون حالت 92 اگر بتونیم برگردیم به همون حالت که دور از دسترس هم نیست، حالا عرض میکنم چرا اینجوری شده، چرا افت پیدا کرده، 5 میلیارد دلار شما پول بیارید، اصلا کلا بحث بیمه و اینا همه با هم دیگه حل میشه، بحث بهداشت و درمان، چون کل عددی که به بخش درمان تخصیص داده شده بود سال گذشته 3.5 میلیارد دلار بود، که این 3.5 میلیارد دلار حدود 2.5 میلیارد دلارش بابت بخش درمان بود، 1 میلیارد دلارش هم بخش تجهیزات پزشکی بود. یعنی شما یه منبع 5 میلیارد دلاری خودتون رو محروم کردید به مدت 8 سال، 8 5 تا 40 میلیارد دلار شما خب همینو زنده کن. حالا میری میگی آقا مشکل چیه، چرا مثلا این افت پیدا کرده، میرید میبینید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کل مرزا رو بسته، میگه کامیون ترانزیت میخواد وارد کشور بشه باید بره مثلا کنترل بشه، ایکس ری نداریم، وایسا وقتی اومد در مرز یه هفته بخواب اینجا تا بعد من رات بدم داخل کشور. نگاه کنید انقدر ما زحمت، یه دونهشو گفتم، اگه میخواهید الان چند تا دیگه هم بگم، انقدر میشه درآمدزایی ارزی کرد، بعدم وقتی در آوردی اون موقع برای مردم خرج بکن، ولی وقتی چشمت فقط به صورت کلیشه‌ای، ما الان متاسفانه مدیران ما کلیشه‌ای فقط یاد گرفتن نفت بفروشن خرج بکنن، دنبال این که درآمدزایی کنن، ظرفیت‌ها و فرصت‌ها رو استفاده بکنن نیستن. اگر شما ظرفیت‌ها رو استفاده کنی هم بخش بهداشت و درمان رو میتونی حل بکنی، هم خیلی از بخش‌های دیگه هم که گرفتارن. ما برای مسکن ان شاء الله از این مسیرها می‌خوایم تامین منابع مالی. تشکر آقای دکتر، خدا رو شکر میگم برای مسکن خیلی محکم اومدید، چون دو تا زمین آخه من اونجا یه چیزی گفتم شما توجه نکردید، من اونجا گفتم هیچ زوج جوانی انشالله ازدواجش عقب نخواهد افتاد به خاطر اینکه مسکن نداشته باشه، اینو قول دادیم انشالله. شما اصلا به این توجه نکردید، رفتی بحثای سیاسی رو گوش کردید ولی بحثای اینچنین انقدر مهم رو گوش نکردید. من تربیت مدرس خوندم دکتر، اینجا کار تیمی کاملا رعایت شده. بخش بعدی مسائل اجتماعی هست انشاءالله خدمت. آقای دکتر عباس تشکر میکنم، من چون فرصت نظام سلامت به اتمام رسید در ادامه در خدمت سرکار خانم فاطمه ابراهیمی دانشجوی کارشناسی بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران هستیم در حیطه زن و خانواده. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و تشکر میکنم بابت فرصتی که در اختیار قرار دادید. بنده با این نکته شروع میکنم که با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط حضرت آقا در سال 93 و 95 در دو حوزه جمعیت و خانواده و اینکه در واقع مهمترین وظیفه ریاست جمهوری و قوه مجریه اجرای این سیاست‌های کلی هستش، سه تا سوال از محضرتون داشتم. سوال اول،
در جهت رفع موانع ازدواج و تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و کاهش سن ازدواج، شما برنامه عملیاتیتون برای این حوزه چی هستش؟ مجبور ممنون میشم که بفرمایید. بله، خدمتتون عرض شود که یکی از چیزهایی که الان داره کشور ما رو تهدید میکنه بحث موالید هست و رشد جمعیت کشور متاسفانه به شدت کاهش پیدا کرده، به طوری که پیارسال 1,700,000 تا موالید کشور بود، پارسال شد 1,300,000 تا و همینجور ادامه پیدا بکنه جامعه ما در سال 1405 یک جامعه پیر میشه و مشکلات خیلی زیادی هم میدونید دیگه گرفتاری برای جوامع پیر هست، چیزی که امروز اروپا و خیلی از کشورها دنبالش هستن که از این گریز کنن و فرار کنن و سیستم‌های جدیدی رو دارن پیاده میکنن. بحث رفع موانع، اگر از هر جوانی سوال کنی که شما چرا ازدواج نمی‌کنی، دو تا موضوع اصلی داره، یکی شغلش هست و درآمدزایی هست، یکی هم بحث مسکنش هست. اگر این دوتا حل بشه تا حدود زیادی اینها میرن سمت ازدواج، هرچند که نیاز به فرهنگسازی هم داره. یعنی متاسفانه طی سالهای گذشته یه سری مشکلات جدیدی هم، مشکلات فرهنگی هم برای شاید جوانها ایجاد شده باشه که گریزان هستن از ازدواج. ما هم باید کار فرهنگی بکنیم، علاوه بر کار فرهنگی این موانع سر راه رو هم باید برداریم. من نمیخوام صرفاً به موضوعات فرهنگی دید اقتصادی داشته باشم، ولی این واقعیت موضوعه. حالا خود جوان ها الان اینجا تشریف دارن، این کاغذ هم دارید، میتونید اعلام بکنید واقعا اگر مسکن داشته باشید، شغل مطمئن و پایدارم داشته باشید، ازدواج میکنید یا نمیکنید؟ کردین؟ همه ممتنه هست، ماشاءالله همه ازدواج کردن. بسیار خوب، اینو باید توی جمع دانشجویان دوره لیسانس سوال کنیم. ولی ما طرحمون این هست، هم تو حوزه اشتغال، هم تو حوزه تأمین سرپناه طرح خیلی مدونی داریم و انشالله تلاشمون این دوتا موضوع رو حل کنیم و مسائل به نظر من به صورت اتومات قابل حل خواهد. متشکرم. ممکنه اشاره بفرمایید که بخش هایی از این طرحتون به چه صورت هست؟ چون ملموستر باشه برای جوان هایی که حضور دارن در این. بله، تو حوزه خدمتون عرض بشه مسکن که عرض کردم، یه طرح جامع مسکن رو طراحی کردیم که تقریبا مشابهی هست از مسکن مهر، چون به اعتقاد من مسکن مهر تر موفقی بود و اینهایی که مسکن مهر رو زیر سوال بردن و 8 سال هستش که هیچ گونه حرکتی هم نکردن، اینها باید مورد مؤاخذه قرار بگیرن، چون با زندگی میلیون ها ایرانی بازی کردن و باز این هم جزء تعجب بنده هستش که چرا با اینجور افراد برخورد نمیشه. حتی آقای رئیسی فرمودن، گفتن که ما باید یک دادگاه جدیدی درست کنیم برای کارنکنان دولت. کارنکنان دولت خیلی آسیب زدن به کشور، یک بخشش همین حوزه مسکن هست. طرحی که ما داریم اون عیب‌هایی که در حوزه مسکن مهر بود، چه به لحاظ کیفیتش، به لحاظ زمانبندیش، به لحاظ زیرساختاش، برای اینها برنامه ریزی کردیم که اینها رو حل بکنیم، به اضافه این که از حوزه حاشیه شهرها استفاده کنیم بر اساس قانون ماده 101 که اجازه میده که یک سری کاربری هایی رو ما بتونیم تعویض بکنیم و با وجود زیرساخت های شهری اقدام به مستحدثات شهری بکنیم و علاوه بر تسهیلات کم بهره ای که از طریق بانک ها تأمین خواهیم کرد و این تسهیلات کم بهره را هم من یک نمونه عرض کردم، جاهایی که میتونیم تأمین منابع مالی بکنیم که اینها رو شناسایی کردیم، جاهای زیادی امکان تأمین منابع مالی داریم. ما 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال برنامه‌ریزی کردیم، یعنی نیاز کشور تا 1404 5,700,000 واحد هست. 1,700,000 واحدش رو برنامه‌ریزی کردیم با وضع قوانین مالیاتی از مسکن‌های خالی ما بتونیم برگردونیم به بازار عرضه، یعنی از 3 میلیون واحد مسکونی که امروز خالی هست 1,700,000 تاش رو برگردونیم به عرضه کشور و پوشش پیدا کنه. 4 میلیون ته 4 سال بعد ساخته بشه. منابع مالی مورد نیازش هم احسا کردیم. به علاوه این که بخش خصوصی رو انشالله به شدت ما درگیر میکنیم، یعنی یک طراحی کردیم که بخش خصوصی و سرمایه‌داری که امروز پولش رو در مسکن قفل کرده و اونجا به عنوان یک بازار سرمایه‌ای داره بهش نگاه میکنه،
شرایط جدیدی رو براش فراهم بیاریم که این پولش رو از اون بازار خارج بکنه و بیاره سمت تولید مسکن با مشوقاتی که ما بهش میدیم، خدمات زیربنایی که ما بهش میدیم. امروز هم در کشور شما میبینی طرف میگه زمین از شما، ساخت از من، 50-50. ما این شرایط رو در پروژه خودمون فراهم میکنیم برای سرمایه گذاران که پولشون رو بیارن سمت بازار ساخت مسکن. و البته بخش تسهیلات و اینا رو هم عرض کردم، اون هم جداگانه در نظر میگیریم و منابعش هم از طریق امکان. حالا فرض بفرمایید ما این مسکن رو میخوایم به این صورت حل کنیم، 110 رشته کاری به مسکن وصله، حدود 700-800 تا شغل وصله، یعنی 110 رشته کاری 700-800 تا شغل. همه این مشاغل شما سال 1,000,000 واحد مسکونی بخواید بسازید، ببینید چه گسترشی پیدا میکنه بحث شغلی که در کشور تو همه این عرصه‌ها میتونه اتفاق بیفته، بحث بیکاری رو بتونه حل کنه. به علاوه اون توضیحاتی که در پاسخ به دوستمون در بخش اقتصادی من دادم، فعال کردن بخش تولید از منابع راکدی که قفل شده در بازارهای کاذب، اون هم میتونه شغل آفرین باشه و شغل ایجاد بکنه. یعنی ما بحث ایجاد شغل رو در این طرحامون دیدیم، بحث مسکن رو دیدیم، واگذاری مسکن رو اولویت بندی میکنیم برای زوجهای جوان و بعد متراژهای بالاتر برای کسایی که فرزند آوری کردن و فرزند بیشتری داشتن. اینا رو همه رو سعی میکنیم به عنوان مشوق فرض کنیم، یعنی اون نکاتی که امروز مخفول مونده در کشور. الان یه نفر فرزند سومش میخواد به دنیا بیاد خجالت میکشه، یه زمان میگفتن دفترچه بیمه بهت نمیدیم و خیلی جاها این رو به عنوان سرشکستگی میدونن. هم باید بحث فرهنگی احصا بکنیم، اون خیانتی که طی سالهای قبل اتفاق افتاد و اومدن همه جا گفتن که فرزند آوری نباید بشه، باید کم بشه، و سازمانهای جهانی هم اومدن به کمک، برنامه‌ای دادن به دولت‌های ایران که دولت‌های ایران جلوتر از اون برنامه حرکت کردن، پاداش گرفتن برای اینکه کشور ایران رو در هر حال از موالید و از فرزند آوری دور کردن. اینا خیانتایی بود که اتفاق افتاد و مقام معظم رهبری هم عذرخواهی کرد بابت این مشکلاتی که اتفاق افتاده در کشور. ما انشالله برمیگردیم، تلاش میکنیم اینا رو حل کنیم. حتی برای ناباروری که امروز 3.5 میلیون زوج امروز گرفتار ناباروری هستن، برای اون هم ما یک طرحی آماده کردیم که این رو به صورت با حداقل هزینه و در استانها پراکندش بکنیم و خدمات دهی به زوجهای ناباربر کنیم، هزینه هاشون به شدت کاهش پیدا کنه. اینی که همه مجبورن پشن بیان تهران، هزینه های زیاد کنن، شب اینجا سکونت داشته باشن، اینها رو براشون حل میکنیم. رو اون موضوع هم کار کردیم، خود اینها خیلی کمک میکنه رو بحث جمعیت و متشکرم. در ادامه همین سوال رو میخواستم ازتون بپرسم که با توجه به همین بحران جمعیتی و حالا نقش مادران، شما چه برنامه ای رو در واقع ناظر عملیات طراحی کردید که یک امتیازات ویژه ای رو به مادران شاغل که فرزند هم دارند یا در دوران بارداری هستند یا یک دوره های همین مباحث ناباروری که فرمودین، اگه شفافتر بفرمایید که چه طرحی براش مد نظر دارید و حل این موانع ممنون میشم. بله، ما البته همه چیزامون الان بگیم بعد تو مناظرات کم میاریم، باید یه خوردهش نگه داریم برای اونجا دیگه، شما اگه باشید نمیرسیم. خدمتتون عرض شود که برای خانوم ها یکی از موضوعاتی که الان خیلی مهم هست براشون اینه که بتونن یک درآمدزایی داشته باشن، حتی خانوم های خانه‌دار و حالا خانوم هایی که نیاز دارن که شغل داشته باشن و تو اجتماع باشن. در هر حال اینی که دولت باید فکر بکنه فضایی رو ایجاد بکنه، این به نظر من جزو یکی از وظایف اصلی دولت هستش. منتها فضای کار کردن خانم ها در بازار امروز فضای بسیار پرمخاطره ای هست و مشکلات زیادی گریبان خانم ها رو میگیره اگر بخوان خارج از منزل کار بکنن. خدمت شما عرض بشه که ما باید هم سعی کنیم که فضای اشتغال خانم ها رو یک فضای ایمنی براشون ایجاد بکنیم، چه در بخش دولتی باشن چه در بخش خصوصی، و ضمن اینکه ایمن سازی فضا، ثبات شغلی خانم ها رو، مخصوصا خانم هایی که میخوان فرزند آوری بکنن، ثبات شغلی اینها رو باید دولت بتونه ورود بکنه و تضمین بکنه. بخش دولتی رو خیلی راحت تر میشه مدیریت کرد، با بخشنامه و با ابلاغی و اینها امکان این هست که مدیریت بشه، و البته باز اون هم نیاز به کنترل و رصد داره، چرا که مثلا یک خانومی
طی سالهای سال برنامه‌ریزی کرده و رشد کرده در یک اداره، وقتی بره برای فرزندآوری برگرده اون شغلش رو شاید از دست بده. ما رو اینها بعد سعی بکنیم که برنامه‌ریزی بکنیم و تو بخش دولتی، ولی خب خانمایی که شاغل هستن در بخش دولتی خیلی اندک هستن نسبت به خانم‌هایی که در بخش خصوصی شاغل هستن. در بخش خصوصی ما باید برای کارفرمایان یک سری مشوقاتی رو در نظر بگیریم، من جمله مشوقات مالیاتی، مشوقات بیمه‌ای، مشوقاتی رو در نظر بگیریم که اینها ترغیب بشن به اینکه از بانوان استفاده بکنن و اون ثبات شغلی برای بانوان رو قبل و بعد از فرزند آوری بتونیم براشون تأمین بکنیم. به علاوه اینکه سیستمی که امروز توی کشورهای خصوصا اروپایی داره پیاده میشه برای اینکه ترغیب بکنن افراد جامعه رو برای فرزند آوری، مثلا مهد کودک‌های رایگان، ایجاد مهد کودک‌های رایگان یکی از این موضوعات هستش. مثلا در آلمان من دیدم که میگن اگر تا 30 ماه مادر بعد از یک بار فرزند آوری تا 30 ماه فرزند دومش رو هم به دنیا بیاره، کل اون 30 ماه رو برای سنوات مثبت در نظر میگیرن، یعنی بدون اینکه کاری انجام داده باشه سنوات مثبت براش در نظر میگیرن. چنین مشوقاتی میتونه کمک بکنه به بانوان که در یک فضای فکری و روحی روانی بهتری بتونن به اون اصل مأموریتشون که خانواده و فرزندآوری هستش بتونن بپردازن. و برای خانم‌های خانه‌دار، بحث این که خانم‌های خانه‌دار رو هم ما باید بتونیم، اگر کسی علاقمند بودش که هم درآمدزایی داشته باشه هم کنار فرزندانش باشه، فضایی رو باید فراهم بیاریم که دولت بتونه مشاغل خانگی رو توسعه بده، وام‌های خوداشتغالی رو به بانوانی که میخوان در خانه بمانند و در خانه کسب و کار و بیزینسی رو داشته باشن بهشون این تسهیلات و امکانات داده بشه. و رو این هم ما کار کردیم، قابلیت انجام داره و ما هم برای اولین بار نمیخوایم این چرخ رو اختراع بکنیم. دولت چین یک طرحی داشته 10 سال گذشته، تازه هم طرح به ثمر رسید و موفقیت طرح رو جشن گرفتن. طی 10 سال 770 میلیون نفر رو از زیر خط فقر کشیدن بالا، عمدتاً هم با مشاغل خانگی و مشاغل روستایی. دولت خودش برنامه ریزی کرد، شغل آفرینی کرد، کار رو توزیع کرد بین این خانوارها و کار رو ازشون تحویل گرفت و بعد بازارهای صادراتیش خود دولت طراحی کرد و توسعه داد. تولید کننده دغدغه فروش و توزیع و بازار رو نداشت. 770 میلیون نفر کم چیزی نیست. چیزی که رسما اعلام کردن از زیر خط فقر خارج شدن. طرح‌های اینچنینی باید در دولت ایجاد بشه که اون حمایت از زنان خانه‌دار هم انجام بشه. خیلی متشکرم. 2 تا نکته در خصوص صحبتاتون بنده عرض کنم. یکی اینکه فرمودید که مشوق، یعنی تسهیلاتی رو قرار میدید که مراکز دولتی و خصوصی تشویق بشن برای اینکه از خانم‌ها در کار استفاده بکنن. الان یک آسیبی که در حوزه خانم‌های شاغل وجود داره اینه که بعضن بیمه ها نصف بیمه آقایونه، یا یعنی اینکه مزایا و حقوق‌هاشون نصف آقایون هستش. برای این شما چه راهکاری دارید که این آسیب الان رفع بشه؟ یعنی شما اون مشوق‌هایی که فرمودید در جهت تشدید این آسیب‌ها هستش یا در جهت رفع این آسیب‌ها و یک مزایای اضافه تری هست؟ نه، من عرض کردم الان مثلا فرض بفهم یه کارفرمایی بابت مثلا خود شما یه جایی مشغول هستید، بابت شما یک حق بیمه باید پرداخت بکنه، و یا اینکه بابت کل کاری که داره انجام میده، درآمدی که براش ایجاد میشه، باید یک مالیاتی پرداخت بکنه. ما این رو بیایم قانون کنیم، بگیم شما اگر این تعداد بانوان مثلا داشتید در کار خودتون به کارگیری کردید، اینقدر درصد معافیت مالیاتی بهتون میدیم. دکتر ببخشید، این باعث نمیشه که جمعیت خانم‌های شاغل روز به روز بره بالا و از اون طرف تو آقایون که نانآور خانواده هستن ما بیکاری رو داشته باشیم؟ خب این رو شما باید به صورت هوشمند و هدفمند این رو بدید. نگاه کنید، در هر حال این یه چیزیه که امروز بانوان ما نیاز به شغل و درآمد دارن، این رو نمیشه انکار کرد. شما الان بخش عمده از جامعه دارید زنان سرپرست خانوار، این رو میخواد چیکارش کنید؟ ما اگر که 8 سال پیش آمار از هر 8 ازدواج 1 طلاق بود، امروز از هر 3 ازدواج 1 طلاق داره. آقای دکتر ببخشید، من فکر می‌کنم با این مزایایی که بدیم آمار طلاق رو بیشتر کنیم. یعنی شما میگید به زنای سرپرست خانوار من باید امتیاز بدم، من میگم هر چی شما بیشتر امتیاز بدی
باعث میشه که خب طرف ترغیب بنا نه که صرف همین عامل ولی بالاخره میتونه عاملی باشه برای طلاق و سرپرست خانوار شدن یک زن. از طرفی دکتر من چیزی که حالا من فکر میکنم اینجور باشه خیلی قشنگتر هست که ما بگیم زمینه اشتغال رو اتفاقا فراهم کنیم که یک آقا بره سر کار که چنان درآمد سرشار داشته باشه که مجبور نباشه خانومش بره کار کنه و اون خانم راحت‌تر داخل منزل باشه و اتفاقا مشوقه ها رو به گونه‌ای تقسیم کنیم که اگر یک خانومی باردار شد بله اگر باردار شد شما معافش کنی کار فرما بهش نمیدونم حقوقشو بدی مزایاشو بدی من تو مالیات به شما تخفیف میدم که هم باعث بشه فرزند آوری بشه هم تشویق نشه کار فرما به جای 10 تا نیروی آقا که میتونه ناناور باشه 10 تا خانم بگیره. ببین اینی که من عرض کردم یک طرح کلی بود، در اجرای این قطعا باید آدم بشینه بررسی بکنه یک سری ابزارها و تکنیکهایی رو طراحی بکنه که نیایم یک مشکلی رو حل کنیم یک مشکل دیگری ایجاد بشه، ولی اصل موضوع رو نمیشه انکار کرد. بحث زنان سرپرست خانوار اتفاقا دولت برای این قش باید فکر بکنه و امروز مشکلات زیادی ناشی از همین قش داره ایجاد میشه. اینا بله حالا عرضمین بود، نگاه کنید انکار نکنیم، باید بیایم برای اینا راهکار پیدا بکنیم. بله اون دغدغه شما هم درسته، اینها رو باید ما مثلا شما ببریدش رو زنان سرپرست خانوار بگید من این مشوقی که میدم هر تعداد زن سرپرست خانوار شما بگیرید این مشوقات رو میخوام بهتون بدم، ولی خب سایر بانوان هم باید از یک فضای با ثبات شغلی کسانی که میخوان کار بکنن، نمیشه بگی آقا خانوما حق ندارن کار بکنن. خانوما رفتن تحصیل کردن و دوست دارن در فضای در جامعه نقش آفرین باشن متناسب با اینکه خانوادهشون هم حفظ کنن. اتفاقا خیلی خانم ها باید برن سمت فضایی که مثلا فضای آموزشی، فضایی که با روحیاتشون بیشتر بخوره، تطبیق پیدا بکنه، بتونن اونجا کار بکنن. این فضاها رو باز کنید. مثلا یه همچین موضوعاتی رو شما در سیستم های آموزشی اتفاقا باید خانم ها رو بیشتر بهشون اولویت بدید. یعنی به نظر من نفیش نکنیم به یک باره، بیایم اینو موضوعی بکنیم در هر عرصه خاص خودش بسته به توانمندی خانم ها و روحیه خانم ها، بیایم اینها رو دسته‌بندی کنیم براش برنامه‌ریزی بکنیم. یه نکته دیگه شما فرمودید در خصوص مشاغل خانگی. خب مشاغل خانگی اگر بخواد ایجاد بشه همونطور که فرمودید زیر ساخت‌های لازم داره، تسهیلاتی لازم داره، برنامه‌ریزی جامع و کاملی احتیاج داره برای تحققش. شما تو صحبتاتون بنده دقت کردن فرمودید که باید برنامه‌ریزی کرد. آیا برنامه‌ریزی انجام شده یا باید بله. برنامه‌ریزی کرد؟ بله ما اتفاقا برنامه‌هایی که مدون کردیم و کامل هم شده الحمدلله، دیگه همین چند روز گذشته بود که تقریبا برنامه‌های ما کامل شد و بعضی از مراجع استعلام کرده بودن، درخواست کرده بودن، ما دیگه این رو در اختیارشون میگذاریم. برنامه ما کامل شده و اتفاقا برنامه ما مبتنی بر بوم استان‌ها هست. هر استان ظرفیت‌های خاص خودش رو داره، ما بر اساس ظرفیت‌های هر استان بحث اشتغال خانگی رو و توانمندسازی رو، حالا اسمش رو ما گذاشتیم مثلا توانمندسازی در کف استان‌ها، این رو برای بر اساس اون داشته‌های منطقه دیدیم. مثلا عرض بکنم خدمتتون، ما در منطقه خراسان جنوبی بحث سنگ‌های زینتی و سنگ‌های خیلی زیبایی هستش که خداوند متعال انگار مینیاتور نقاشی کرده روی اینها. اینا خیلی گران قیمت هم هستن ولی استحصال اینها و فروش اینها متاسفانه مقفول مونده، کسی انجام نمیده. دستگاه‌هایی هستش حدود مثلا 7-8 میلیون تومان قیمتشه. اینها رو اگر هر خانواده یه دونه از اینا بخره بذاره تو خونه و یک مجموعه به صورت کلی استحصال بکنه در اختیار اینا بذاره، تبدیل به نگین بکنن، بازار صادراتیش هم براش فکر بشه، این درآمدزای وحشتناک و فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. در هر استان بسته به شرایط خودش امکان این هستش که یه جا شما بحث قالی بافی رو در به عنوان مشاغل خانگی بتونید احساب کنید، کمک کنید، مواد اولیه بدید، بازار براشون پیدا بکنید. یک جا شما بیاید مثلا صنایع تبدیلی کشاورزی رو براشون هدف گذاری بکنید، به صورت خانگی کمکشون بکنید بتونن این کار رو انجام بدن. هر کجا بسته به خودش امکان این هست و ما هم بررسی کردیم در کف و استان‌ها خیلی طرح‌های زیادی رو آماده کردیم. من تشکر می‌کنم، فرصتمون در بخش زن و خانواده به اتمام رسید. توضیحاتتون رو بازم تشکر می‌کنم. اگر اجازه بدید برای بار دوم هم اگر شده در حیطه صحبت‌های آقای دکتر سعید محمد در حیطه زن و خانواده حضار لطف کنن نظراتشون رو برای چند دقیقه بالا بگیرید، چون تا دوربین‌ها بیاد و ضبط کنه
اگر این سوال رو حالا سوالاتون رو نگه دارید بعد از اتمام پنج هیته انشالله به سوالات بزرگواران هم خواهیم رسید. خب تشکر میکنم از دوستانی که واقعا زحمت میکشن و این برگاه رو حالا نگه میدارن. الحمدلله این دفعه آقایون هم سبز بودن یه بخش. خدا رو شکر الحمدلله. فکر میکنم تموم بشه دیگه همه چی سبز شده باشه انشالله. بخش آخر سبز 88 نشه یه دفعه. این دیگه شما باید مدیریتش کنید. بخش آخر مراسم و برنامه‌مون انشالله در خدمت آقای مبین لطفی‌زاده دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر هستیم. با من لیسانس هم امیرکبیر بودم. از تربیت مدرس که دکتر چیزی عایدتون نشد. نه اون که چیزی نشد ولی دیگه خواهشن دانشکده عمران نزدیک بود به کامپیوتر اون موقع حالا نمیدونم. کلا دانشگاه کوچیکه البته خیلی. الان که خیلی بزرگ شده. در حیطه سیاست داخلی انشاءالله در خدمت آقای لطفی زاده هست. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب. من حالا چون بیشتر از یک سوال دارم اول به نظرم از مردم شروع کنیم. ما توی اتمسفر جمهوری اسلامی داریم تنفس میکنیم و یکی از آرمانهای اصلی ما بحث جمهوریته و اساسا معتقدیم مردم هن که به این انقلاب و به این نظام ارزش دادن. نمیخوام خیلی مقدمه چینی کنم آقای دکتر، چیزی که در مورد شما وجود داره اینه که به واسطه مسئولیتایی که داشتید که عمدتاً هم توی نهادهای نظامی بوده ارتباطی که باید و شاید با مردم اساساً وجود نداشته، یعنی به حداقلی ترین شکل ممکن بوده، حداقل چیزی که ما داریم میبینیم. اگه هم تو مقام مقایسه بخوایم وارد شیم حداقلش اینه که نسبت به سایر کاندیداهایی که وزیر و نماینده و غیره هستن این موضوع وجود داره. از طرفی توی این چند مدتی که شما به هر حال ورود کردید به عرصه انتخابات هم بخوایم یک بررسی بکنیم خیلی سابقه خوبی حقیقتش من نمیدونم، بخواد به چند مورد اشاره کنم اینه که بذارید از همینجا شروع کنم. شما یا حالا دوستانتون اشاره کردن که مثلا از این برنامه هیچ خبرنگاری ضبطی به صورت مکتوب و اینا بیرون نیاد. بخوام نکته دیگه بگم کلن شما نه ما این رو نگفتیم. حالا فعلا که خبرگزاری من میدونم که اجازه حضور پیدا نکردن. قرار بر این شد به صورت متمرکز همکاران خودتون این رو آماده بکنن. بله این که سیاست کل برنامه دیدگاه هست ولی این که خبرگزاری حضور پیدا کنن هفته پیش بودن ولی این هفته گفته شده که حضوری پیدا نکنن. بله آها ولی خود شما اینا رو منتشر میکنید دیگه ما که به هر حال اونم اهمیت جدایی داره که به هر حال یه سری مردم مخاطبش هستن. توضیح بدید که ان شاء الله به سال دوم من برسیم. بس شما. بله خب حالا شاید چون من تو مجمع سپاه بودم یه همچین ذهنیتی برای شما ایجاد شده، ارتباطی هم که نداشتیم، تازه الان شما دارید ما رو میبینید. ما اتفاقا درسته که پاسدار هستیم و افتخارم میکنیم به اینکه پاسدار هستیم، ولی جنس کار من طی 30 سال خدمتم در سپاه همیشه با مردم بوده. ما اتفاقا به دلیل نوع کار اقتصادی که داشتیم در تمام استانها حضور فعال داشتم، در کنار مردم بودم در تمام روستاها و شهرستانها و اینی که امروز شما از هر استانی اگر سوال بفرمایید من عمده مسائل و مشکلات مردم اون استان رو میدونم و خیلی هاشون هم اصلا ما برطرف کردیم، خیلی از مشکلاتشون هم نتونستیم برطرف بکنیم چون در یک اشل قرارگاه خاتم ما کار میکردیم و سالها تو خود خاتم، توی مجموعه سپاست، در مجموعه خدمتون عرض بشه که بخشهایی که مرتبط هست با کارهای مردمی، خدمت رسانی فعال بودیم. اتفاقا من خودم هم بسیار علاقمند هستم که همیشه ارتباط نزدیک مردمی داشته باشم. حتی یک روز من در خانه سازمانی ننشستم و اعتقادم این بودش که خونه های سازمانی از زمان حالا قدیم دوره حتی شاه اینی که نظامی ها رو تجمیع میکنن در یک شهرک هایی این باعث دور شدن نظامی ها از مردم میشه و به همین خاطر علارغم این که مشمول این موضوع می شدم که بتونم استفاده کنم ولی یک روز در خانه سازمانی ننشستم، همیشه در کف جامعه با مردم بودیم. الان هم اتفاقا ما منزلمون در توی سایت ها من دیدم نوشته بود دارم عرض میکنم ما در میدان شهدا هستیم و کنار مردم نفس به نفس مردم
و اعتقادمون هم این هستش که باید حتما رفت کنار مردم تو این صفا ایستاد تا درد مردم رو فهمید. از داخل ماشین نگاه کردن به چهره مردم دردها رو نمیتونه آدم بفهم. به همین خاطر اتفاقا من خودم رو یه آدم مردمی میدونم. حالا شما میتونید در استانها تشریف ببرید سوال بکنید، اینی که میبینید چقدر اقبال ایجاد شده در استانها، دارن در ارتباط با موضوع ورود من کمک میکنند و کار میکنند. خیلی از اینها حاصل این 30 سال کاری هستش که ما در کف استانها کردیم، در حاشیه شهرها کردیم، حل مشکلات آب روستایی، جاده های روستایی، خدمتتون عرض بشه که درمانگاه ها، مدارس، خانه بهداشت ها، حتی قصال خانه ها، یعنی واقعا جاهای ما کار میکردیم که عذرخواهی میکنم امواتشون رو میبردن در رودخانه میشستن، رودخانه ای که پایین دست آب برمیداشتن برای آشامیدنشون، و گرفتاری ها و درد دل مردم رو از نزدیک میشنیدیم تا اونجا که میتونستیم کمک میکردیم. لذا من فکر میکنم اتفاقا فضای من یک فضای 100% مردمی بوده و خودم رو در همین فضا حفظ کردم و خواهم کرد. مردم هم ولی نعمتان انقلاب هستن و باید همه بهشون پاسخگو باشه. این به نظرم خیلی بحث مهمیه. حالا من ورود کنم به سوال دومم. شما تو سالهای اخیر فعالیتتون تو قرارگاه خاتم تقریبا هیچ گونه اظهار نظر سیاسی در قبال اتفاقات کوچک و بزرگ نداشتید. احتمالاً هم حالا همون ملاحظات نظامی و غیره بوده که حالا خودتون بفرمایید. از طرف حتما میدونید که یکی از ویژگی‌هایی که حالا هم قانونی هم منطقی و عقلیه بر ریاست جمهوری رجل سیاسی بودن. در مقابل شما اخیراً مطرح کرده بودید توی همون اندک مصاحبه‌هایی که داشتید که از رئیس جمهور خطاب دانشجو گفته بودید که از رئیس جمهور فقط مدیریت بخواید، و در همونجا مطرح کرده بودید که نگاه من به همه چیز پروژه‌ایه، فرهنگ پروژه است و همه چیزم پروژه است. اما به نظرم نمیرسه که مشی قانون اساسی ما و امامین انقلاب اسلامی که منطبق بر همون قانون اساسی این گونه باشه. کشور یه رئیس جمهور صرفاً اجرایی و مدیر پروژه نمیخواد. ای دکتر، اگر اینجوری بود، چون شما به درستی اشاره کرده بودید به هماهنگی با منویات مقام معظم رهبری، اگر اینجوری بود ما واسه رهبری یک معاونت اجرایی میگذاشتیم. خب ما توی قانون اساسیمون ریاست جمهوری داریم. رئیس جمهوری به نظر میرسه که شأنش متفاوته و مواضعی غیر اجرایی بحث کردن، صحبت کردن در مواضع مختلف سیاسی، فرهنگی در قبال مردم خود کشور و در مقابل جامعه بین المللی داره. این به نظر میرسه که این بحث شما تقلیل شأن ریاست جمهوریه، و اگر واقعا بنا به فقط جایگاه اجرایی باشه، جسارتا خیلی افراد دیگه هستن که از شما سابقه اجرایی طویل تری هم دارن که میشه حالا اسپورت، حالا دوستانم اسم ببرم. لذا می‌خواستم ببینم که بر مبنای چه چیزی میگید که فقط مدیریت، و این چه جوری بوده که این رجل سیاسی بودن رو واسه خودتون دیدی تو ورود کردید به این عرصه؟ عرض می‌کنم خدمتتون. نگاه کنید، بحث رجلیت سیاسی، باید ببینید که منظور از رجلیت سیاسی که در قانون اساسی اومده و مبنای این هستش که کسی بتواند کشور رو اداره بکنه، این منظور چی هست؟ آیا منظور این هستش که یک فردی باشه که صرفاً اظهار نظرهای سیاسی بکنه، در جریانهای سیاسی حضور داشته باشه، در دو قطبی سازی ها یقه گیری بکنه و بحث های اینچنینی انجام بده؟ من فکر میکنم مفهوم رجل سیاسی در قانون اساسی که شرط گذاشته شده برای رئیس جمهور، این هستش که رئیس جمهوری باشه که فهم حکمرانی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی داشته باشه. یعنی فقط هم بحث سیاسی نیست، فهم حکمرانی داشته باشه، موضوعات امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی موضوعاتی هستش که در هم تنیده هست، همشون رو همدیگه اثر دارن، اثر متقابل دارن و باید به صورت یک مجموعه مشکلات حل بشه. این هستش، باید طرف این فهم رو داشته باشه. حالا یه سوال، یه نفری هست هر روز در جریانات سیاسی هست، هر روز هم اظهار فضل میکنه و خیلی جاها هم بوده، تا به امروز هیچ گونه فعالیتی هم انجام نداده. یعنی شما عذرخواهی میکنم مثلا یه کوچکترین کاری هم بهش بدید بگید انجام بده، از پسش شاید بر نیاد. 5 نفر بدید بگید اداره کن، شاید نتونه. ایده های خوبی شاید داشته باشه ولی ایده های خوب رو نمیتواند پیاده کنه.
وارد فضای اجرا شدن نیاز به این داره که شما بتوانید با مردم کار بکنید، روحیات مردم رو بدانید و در فضای اجرایی کشور همین بحثای سیاسی، بحث مذاکرات، نگوشیشن، اینها همه نیاز به فنون مذاکرات داره، نیاز به فهم کلان از مباحث امنیتی و سیاسی داره. خب حالا آیا کسی که فقط اظهار نظر کرده میشه رجل؟ ولی کسی که فهم اینها رو داره اما به خاطر موقعیت شغلی که داره اصلا نمیتواند ورود بکنه. مثلا بعضیا میگن شما چرا در فتنه 88 اعلام موضع نکردید؟ ما اعلام موضعمون این بودش که تو کف خیابون بودیم، داشتیم خلاصه برای انقلاب میدویدیم. خب این فهم ما از کار. ولی آیا اظهار نظر میتوانستیم بکنیم؟ نه، ما در یک فضای خدمت نظامی مشغول فعالیت بودیم، چارچوبای خاص خودش رو داره، اصلا نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. ولی این به این معنا نیست که فهم این موضوع رو نداریم. و اتفاقا خیلی های دیگه هستن، شاید مثلا یک فردی باشه در یک رشته تخصص داشته باشه. چطور شما میپذیرید که مثلا یک نفر فقط تخصصش این باشه که مثلا حقوقدان باشه؟ این میتواند کشور رو اداره بکنه با این مفاهیمی که شما فرمودید، رجل هست. اما یک فردی که خدمت نیاز هست بتواند بنشیند بالای 5 تا وزارتخانه و این 5 وزارتخانه رو با هم دیگه ازشون خروجی بگیره به نفع مردم، این شخص اسمش میشه که این رجل سیاسی. این نکته که میفرمایید درسته، ولی قانون اساسی گفته رجل سیاسی و مذهبی که مدیر و مدبر باشد. شما خیلی تاکید دارید مدیر و مدبر بودن و بحثی نیست. مدیر و مدبر بودن، مدیر بودن جدای از رجل سیاسی بودنه. این بحثی نیست. حالا من حس میکنم اینجا یه نه، من اینو تفکیک نکردم، گفتم همونقدر که فرد باید سیاسی باشه، همونقدر باید اجرایی باشه، همونقدر باید اقتصادی باشه، همونقدر باید علمی باشه، همونقدر باید بتونه ارتباطات بین الملل برقرار بکنه. اولا فردی که بتواند همه این حوزه ها رو با نمره 100 پاس بکنه، همچین کسی در ایران وجود نداره. منتها شما باید ببینید چه کسی مشکل روز کشور رو میتونه حل بکنه. امروز مشکل روز کشور چیه؟ اگر امروز مشکل روز کشور حرف زدن هست، خیلی خوبه. باز هم آدم‌هایی که در جریانات سیاسی هستن خوبم حرف میزنن. اینا رو بیاریم بذاریم سر مملکت رو اداره کن. اگر مشکل روز کشور این هستش که باید ظرفیت‌های کشور بیاد در خدمت مردم، این نیاز به این داره که شما کاملاً وزارت کشاورزی رو بشناسید، شما وزارت صنعت و معدن رو بشناسید. چه گرفتاری‌هایی در صنعت و معدن در همین خصوصی سازی ایجاد شد، جیب مردم رو زدن به اسم خصوصی سازی. در خصوصی سازی اختصاصی سازی کردن، نه خصوصی سازی. حرفایی که مقام معظم رهبری زدن راجع به خصوصی سازی و اصل 44 ازش سوء استفاده شد. چه کسی فهمید؟ بعد از 10 سال داریم میفهمیم. چرا؟ چون کسی که بالا سر کار بود خواب بود، و کسی که بالا سر کار بود، اینا مربوط به این دولت نیست. من نمیخوام این دولت رو تخریب کنم. این یه فرایندی بوده 20 سال داره انجام میشه. خیلی ها درش درگیر بودن. آقا ما امروز کسانی رو داریم که فهم کار رو ندارن، کارشناسا میان براشون پرزنت میکنن و اینها تصمیماتی رو میگیرن که به ضرر مردم تموم میشه. بعد الان هم نمیفهمن، چند سال بعد میفهمن که چه فکری کردن و چه تصمیمی گرفتن. من خواهشم اینه که واقعا یه مقدار از این پوسته خارج بشید. اصلا محمد باشد یا نباشد، محمد اصلا رجل باشد یا نباشد، کشور رو خواهشن بدید دست یکی که فهم اینا رو داشته باشه، بتونه اقلا در بخش فقط اقتصادی 6 تا مجموعه مهمه: وزارت نفت، وزارت سمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، بتونه اینا رو با هم دوخت و دوز بکنه، ازشون خروجی در بیاره. نه اینکه یکیشون واردات کرده تو گمرک گیر کرده، گمرک جنسش رو آزاد نمیکنه، تولیدش مختل میشه. امروز خب مثلا صنایع نساجی ما میدونید داره با راندمان 35% کار میکنه. شما بگید گیرتون کجاست؟ میگن گیر ما مواد اولیه است. مواد اولیه رو پتروشیمیا دارن تولید میکنن، صادرات میکنن به هند. یعنی در این شرایط وانفسا هر کسی داره کار خودش رو میکنه، هیچ کس هم فهم کارو نداره. من نمیخوام بگم که مثلا نمیخواهند، یا نمیخوام بگم نفوذه، نه اینا رو من نمیگم. من میگم فهم این کارو طرف نداره، نمیدونه که آقا چگونه اینا رو کنار هم بذاره، ظرفیت ها رو اولویت بندی کنه، ازش به نفع مردم خروجی بگیره. حالا این دیگه تشخیص شماست. آیا بروید یه آدمی رو پیدا بکنید بذارید بالا سر مملکت؟ طرف میگه من میخوام 4 میلیون واحد بسازم، تا حالا یه دو طبقه نساخته.
خب اینو چجوری شما میخواهید بهش اعتماد کنید 4 میلیون واحد بشه؟ درست حرف شما درسته. حالا شما سری بردی تو دو گانه حرفا. همه الان بحثم اصلا این نبود کسی بیاد حرف بزنه و هیچ کاری انجام نده. ولی به این سوال من که چرا میگید که فقط از رئیس جمهور مدیریت میخواییم به این پاسخ ندادید. آقای دکتر من الان ببخشید دیواد من آدید وسط دیگه. حقیقتش 20 دقیقه ما گذشت و فرصت در این هیته به اتمام رسید. حالا بدون میکروفون هم هست آقای دکتر. پس صبر کنیم حداقل صدا برگرده. حضار محترمم اگر سوالی نکته چیزی هست فعلا آمادگیشو داشته باشید ببینیم به کدوم یک از دوستان انشاءالله سوالی رو مطرح کنن. فقط آقای دکتر من سوالی میکنم چون فرصت گذشته خیلی کوتاه، هرچند واقعا نمیخواستیم فضا به این سمت که حالا یه سری سوالاتی که الان تو این شرایط و الان تقریبا فکر کنم ششم اردیبهشت ماه شاید گفتن این حرفا کمک خاصی به ما نکنه. اگر اجازه بدید میکروفون بازی بکنم. قرمزا رو بیارید بالا. سبزا رو بالا. آقای دکتر در خدمتتون هستم. بفرمایید. بله. من یه نکته عرض بکنم. نگاه کنید بحث مدیریت که من عرض کردم واقعا امروز همه چی گیر مدیریته. شما بحث فرهنگ همین شورای عالی انقلاب فرهنگی یه عده میان میشینن دور همدیگه 26 تا نهاد فرهنگی هستن و در اونجا یک سری مصوبات میگذرونن. هیچ کسی پیگیر این که اینا اجرا بشه و چگونه باید اجرا بشه، آیا بابت این مصوبات آیا بودجه لازم هست، کی باید بودجه رو تخصیص بده، کی باید پاسخگو باشه، کدام مجموعه کدوم یکی از موضوعات رو باید دنبال بکنه. نگاه مدیریت من بحثم اینه، اینا همه جنسش جنس مدیریته. ما امروز نقطه غفلتمون چه در مباحث فرهنگی، چه در مباحث اجتماعی، چه در بحث‌های اقتصادی، چه در بحث‌های اجرایی گیر مدیریته. جنس این مدیریت فرق داره. شما وقتی میرید در حوزه صنعتی یه جور باید مدیریت کنید، میاد در حوزه فرهنگی یه جور باید مدیریت کنید، ولی گیر مدیریتیه و مدیریت یک علمه. مدیریت مندرآوردی یا خدادادی نیست. بعضیا میگن ما خدادادی مدیریم. بله انقدر خراب کردن تا شاید یاد گرفته باشه، ولی امروز ما مدیریت رو یک علم میدونیم و خود مدیریت یک اجزایی داره. بدون توجه به اون اجزا شما اگر برید تو دل کار مطمئن باشید آسیب میزنید و منابع زیادی رو از کشور به هدر میدید، حتی در امور فرهنگی. یعنی این رو من میخواستم شما داشته باشید، چون من احساس کردم وقتی من میگم مدیریت فکر میکنید میخوام مدیریت ساختمان سازی رو من بگم. خیر، اینی که من گفتم فرهنگ هم یک پروژه هست. نگاه کنید پروژه های وقتی میگی پروژه اصلا تعریف پروژه چیه؟ همه فکر میکنن تعریف پروژه یعنی راهسازی، یعنی سدسازی، یعنی ساختمان. نه، تعریف پروژه به صورت آکادمیک و علمی میگه انجام یک فعالیت هدفمند که با زمان مشخص و با کیفیت مشخص و با هزینه مشخص باید انجام شه. این میشه پروژه. حالا ما در تعاریفمون مثلا سدسازی و راهسازی رو میگیم پروژه، ولی شما خود عملیات فرهنگی مثلا میگه من میخوام عدالت آموزشی ایجاد بکنم، این خودش مفاهیمی داره. یک، نیاز داره آیتم هاشو ریز کنید بند به بند برای تحقق این موضوع چه فعالیت هایی باید، چه تسک هایی داره و بعد این تسک ها هر کدوم اولویت هاش چجوریه، تقدم و تأخر اینا چجوریه، چه هزینه اینها دارن، چه بودجه لازم دارن، چه کسی باید کدوم کار رو انجام بده، در چه زمانی. این هاست که شما باید بخواید. من چیزی که مثلا دیدم مقام معظم رهبری با فشار و پیگیری زیادی که راجع به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات داشتن و انقدر این موضوع رو پیگیری کرده بودن و حالا وزارتخانه های متولی انجام نداده بودن، نامه‌ای رو از مقام معظم رهبری دیدم که در حد یک آدم مجری نشسته بودن، حدود فکر کنم 9 بند، حالا شاید اشتباه 9 بند یا 10 بند نوشته بودن تک تک فلان کس فلان کار رو بکند، فلان مجموعه فلان کار رو بکند، تا این تاریخ اینطوری بشه. یعنی انقدر دیتیل مقام معظم رهبری این نامه رو نوشته بودن، ابلاغ کرده بودن برای اجرای این موضوع. و وقتی که ما در کشور ببینیم اجرا و مدیریت وجود نداره، بالاترین مقام کشور مجبور هست وارد بشه اون بیاد این مدیریت اعمال بکنه. من هدفم از کلمه مدیریت این بود که حالا انشالله اصلاح شد. من تشکر میکنم از همه دوستان پنج بزرگواری که سوالاتش رو مطرح کردن. تشکر ویژه میکنم از آقای دکتر سعید محمد که انصافا با سعی صدر آرامش سوالات ما رو پاسخ دادید. اگر موافق باشید تا فرصت باقی مانده ای که داریم
و مازم خسته نباشید. نه ما در خدمت شما. شما که دیگه مدیر پروژه و مرد میدان هستید، فکر کنم دیگه خسته نشده باشید. نه ما اگر موافق باشید همچنان در خدمتتون باشیم، حداقل تا اذان مغرب و افطار. سوالات دوستان رو اگر نمیدونم میکروفونی هستش در اختیارشون قرار بدید، یا بنده سوالشون رو بپرسم مجدد که تو بحث ضبط هم دچار مشکل نشیم. فقط دوستان خواهشی که دارم سوالات رو نفراتی که سوالاتی کردن سوالات قبلش موضوعشو مشخص کنن، چون حقیقتا میخوایم سوالاتی باشه که کمک کنه، وگرنه سوالاتی که شما این چی شد نمیدونم 88 کدوم خیابون بودید، اینا حقیقتش کمکی به ما تو این فضا نمیکنه، چون بالاخره فضا هم فضای دانشجویی هست. اگر اجازه بدید اول از دوستمون که بحث سربازی رو مطرح کردن، اگر من سوالتون رو میپرسم فعلا وقت بره جلو. گفتم آقا این رای تعویض ایجاد کردی، شما پشتتون به خانوماش نه خیالتون راحت خیالتون راحت من یه در میون میرم میام که اصلا نس نس بشه هیچ مشکلی پیش نیاد. بسیار بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ولی نیکسر هستم، دانشجو کارشناسی فقه و حقوق از دانشگاه شهید متحد. دو تا سوال خدمتتون داشتم. آقا ما میشه خواهش کنیم بفرمایید بشینید که ما زیاد نشستم راحت بذارم وایسم بهانه‌اش هم جوره. سوال اول هم این بود که شما یه نظرتون رو درباره تغییر نظام خدمت سربازی آیا باقی بمونه یا اینکه نه تغییراتش انجام بشه، حالا کلیه یا جزئیه، یه نقطه نظراتتون رو در این باره بفرمایید. خب تشکر. سوال دوم بعدش همین سوال یه سوالو بریم فعلا ببینیم فرصت داریم. خدمت شما عرض بشه که نگاه کنید نیروهای مسلح واقعا دارن با حداقل ها و با مشکلات بسیار زیادی دست پنجه نرم میکنن و امنیت کشور رو به ارمغان آوردن و این رو ما در همه دور افتاده ترین نقاط مرزی کشور از منطقه شمال غرب در سرمای 20 درجه زیر صفر تا جنوب شرق کشور با اون همه خطرات و معضلات دارن تأمین میکنن. لذا نباید کسی فکر بکنه که مثلا نیروهای مسلح دارن یه خلاصه تو این فضا یک بحثی رو اجبار میکنن. خیر، این الزام کشور، امنیت نقطه اصلی برای هر کشوری هست، خط قرمز هر کشوری هست. بعد مراقبت بشه در این اظهار نظرهای انتخاباتی که من دیدم بعضیا یک فیگور انتخاباتی میگیرن یه حرفایی میزنن و نیروهای مسلح رو میکنن شمر، خودشون رو میکنن امام حسین. این کار بسیار اشتباهیه و خطرناک، این نباید اتفاق بیفته. ولی خود نیروهای مسلح بر این اعتقاد هستند که اگر بودجه های لازم براشون تأمین بشود بهتر هستش که این فعالیت هایی که امروز توسط عزیزان سرباز داره داده میشه به نیروهای مسلح، اینها توسط نیروهای حرفه‌ای داده بشه، چون طرف یک بار آموزش میبینه 30 سال خدمت میکنه، نه اینکه بخواد هر 2 سال یه بار عوض بشه و تو همین رفت و آمدها معضلات امنیتی برای نیروهای مسلح ایجاد میشه. خود شما بهتر میدونید مضراتش هم زیاد هست برای خود نیروهای مسلح. لذا به لحاظ منطقی نیروهای مسلح علاقمندن اینجوری بشه، ولی اینی که بگن که آقا شما حق نداری سرباز بگیری ولی نه بودجه بهش بدن نه کمکی بکنن و طرف یه دفعه امنیت کشور مختل بشه، این حرف بسیار اشتباهیه. باید برای این موضوع فکر بشه. عدد هم عدد چون سنگینی میشه، لذا وضعیت کشور هم امروز وضعیت مناسبی به لحاظ درآمدی نیست. من فکر میکنم این موضوع رو انشالله ما بتونیم محقق بکنیم، اما نه در کوتاه مدت. انشالله باید درآمدزایی دولت رو افزایش بدیم، ملاحظات نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح رو در این مقوله ببینیم و براش راهکار پیدا کنیم، چون بحث منطقی هست انشالله به نتیجه میرسه، ولی به شما قد نمیده. شما به نظر من سربازی تو برو زودتر. تشکر میکنم از آقای دکتر. اگر اجازه بدید من به نظرم پاسخ رو کامل و واضح فرمودن. از سمت خواهران اگر راستش میخواستم ببینم در مورد اون حالا تیمتون و وزرای احتمالیتون مثلا حالا کابینتون رو چیدین یا نه، و اینکه ملاک انتخاباتون چیه؟ آخه ما همیشه ریاست جمهوری هم که میان کل حالا وزرای قبلی یا حالا کلن آدم هایی که هستن هر چقدر هم که حالا علم داشته باشن و کار کشته باشن میذارن کنار. میخوام ببینم که ملاک شما برای انتخاب وزراتون و تیمتون چی هستش؟ ملاک ما این هستش که در گام دوم فکر میکنم ملاک مشخص شده. ما به دنبال تغییر نسل مدیریتی هستیم و معتقد هستیم در نسلهای دوم، سوم نیروهای بسیار توانمند و ارزشمندی در کشور وجود دارند که هیچ وقت از اونها استفاده نشده
و یه جورایی خیلی هاشون هم شاید یواش یواش دیگه دارن به دوران بازنشستگیشون نزدیک میشن، ولی هنوز در بوته آزمایش قرار نگرفتن. فکر میکنم اگر که نمیخوام طرد بکنم افرادی رو که مثلا سابقه دارن یا خدمتون عرض سالیانی هست که خدمت کردن، اونها روی سر ما جا دارن و حتما بعد از تجاربشون استفاده کرد و قطعا هم اینجور نیستش که 100% بخوایم جوانگرایی بکنیم. خیر، قطعا یک نسبتی داره، منتها این نسبت باید به گونه‌ای بشه در مشاغلی که ما نیاز به تفکر علمی و روزآمد داریم. نمیشه از افرادی که فکرشون قدیمی هست و آموزش ندیدن نسبت به مسائل روز بخوایم استفاده بکنیم و یه سری از گره‌های بزرگ امروز حل کنیم. ما نیاز داریم به افرادی که هم علم و دانشش رو داشته باشن. دومین موضوع هم برای خود من فراجناهی بودنه، یعنی افراد نباید بیفتن تو دام دو قطبی سازی ها. اگر دوباره وارد این فضاها بشیم واقعا کشور دیگه انرژی نداره که وقتش رو صرف این موضوعات بکنه. به اضافه اینکه نفراتی که امروز دوروبر ما هستن و ما داریم ازشون استفاده میکنیم عموما افرادی هستن که در حوزه‌های خودشون تخصص کامل رو دارن و گعده‌های حلقه‌های میانی رو دارن مدیریت میکنن. به فرمایش حضرت آقا خیلی محتوا و موضوع و راهکار از حلقه‌های میانی ایجاد میشه. ما این حلقه‌های میانی رو امروز به خدمت گرفتیم و اتفاقا عمده برنامه‌هامون هم از طریق حلقه‌های میانی اجرا کردیم. کابینه رو هنوز نبستیم ولی تیم‌هایی که دارن با ما کار می‌کنن در بخش‌های فرهنگی، سیاست خارجه، خدمتون عرض بشه، تولید محتوا و برنامه، فعالیت‌های زیربنایی، همه اینها نفراتمون از اساتید مبرز دانشگاه‌ها و هیئت علمی و افرادی که سابقه کارهای اجرایی دارن هستن. یه تعدادشون هم همین الان در جلسه حاضر هستن. حالا اگه لازم بود من معرفی کنم، اگرم نه که تشکر میکنم واقعا تا این وقت از روز دهان روزه هستیم دیگه، خود همین ساعتهای پایانی روزداری و این دو ساعت و نیمی که فرصت رو در اختیار این دانشجویان عزیز قرار دادیم. من تشکر میکنم از شما، از حضار محترمم به خاطر این فرصت و این حوصله‌ای که به خرج دادن تشکر میکنم. اگر موافق باشید نظراتتون رو به عنوان انتهای مراسم فعلا این صدا سیما نور رو قطع نکنید، فعلا اگر موافق باشید نظرات مخاطبین رو، موافق و مخالف رو در انتها یه چند ثانیه اینو بالا بگیرید که مشخص بشه در مجموع از صحبت‌های جناب آقای دکتر سعید محمد برآوردتون به چه صورت هست. آقا بیرون وایستا شما. خب من تشکر میکنم مجدد، انشالله که برنامه دیدگاه و قرارگاه روشنگری ایران قوی بچه های بسیج دانشجویی بتونه در انتخاب اسلحه به ما کمک کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.